بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم اوقات بهتری باشه. امروز چهارشنبه هست، نهم فروردین ماه 1396 و ما روز دوشنبه اشتباهی نوشته بودیم 95. عیب نداره تا یه ماه اول اشتباه میکنیم توی چک نوشتن، توی نامه نوشتن و الی آخر، و برابر است با 29 ماه مارس 2017 میلادی. بگید ببینیم که اوضاع و احوال شما در سال جدید بهتر است یا بدتر. امیدواریم بهتر باشه. و اما سفر آقای روحانی رئیس جمهور ایران به مسکو خبرسازترین اصطلاح اتفاقی بوده که روی اینترنت و اینها هست و آمریکا هم خیلی از این بابت ناراحت و نگرانه. میگم خب شما بهشون اسلحه نمیفروشید، اونا میفروشن. این درست ماجرای مجاهدین هست با تلویزیون مردم. میگم خب شما برنامه نمیان بذارین، اونایی که ازتون جدا شدن میذارن. شما هم زرنگ باشید بیان بذارید، اونام بذارن، مردم هر دو طرف رو بشنون. ولی درباره مجاهدین صحبت کردم. این دوستمون مرداد، وقتی که ما بذارید اولا این فیسبوک رو، خیلی ممنون از دوستانی که آمدند و من به اصطلاح یادم افتاد که باید روی فیسبوک مردم تیوی هم این برنامه رو بذاریم. حالا 10 تا اینجا، 20 تا اونجا، 100 تا اونجا، 10,000 تا اونجا، چه فرقی میکنه؟ بله، این هم سربی به شما هم نشون بدیم که شما هم اگر خواستید بدونید. اونایی که میخوان میرن پیدا میکنن، اونایی هم که نخوان روزی 100 بارم نشونشون بدیم هیچ فایده ای نداره. توی شیراز میگفتن که با آر اشاره بی آر مناره. حالا دیگه خودتون برید پیدا کنید. اینجا میزنیم کلیک میکنیم، تایپ چه میدونم فشار میدیم شیر، و اینجا میگه کجا، بهش میگیم که روی صفحه‌ای که ما منیج میکنیم چیه اسمش، مردم تیوی. اینجا می‌نویسیم سوربی با مردم. ما این بس رو از موقعی که تلفن ها رو باز میذاشتیم و با مردم صحبت میکردیم گذاشتیم، و چه خوب شد که عاقل شدیم، تلفن ها رو بستیم، خودمون رو راحت کردیم. هر کسی آدم است و انسان هست و منطقی است و تو قرن 21 زندگی میکنه، برنامه ای رو که میبینه در موردش فکر میکنه، تحقیق میکنه، بعدن پیام میذاره. اون چه رسم افتضاحی بود، ما راه انداخته بودیم، هنوز من نیومدم بگم سلام، طرف میگه آقا خیلی وقت پشت خط وایساده. میگم آقا برنامه من الان شروع شده، شما پشت خط برای چی وایساده بودی؟ در اصل اشتباه کردیم، تجربه کردیم و امروز داریم راهی رو که درست هست انجام میدیم. دوستمون وقتی که از خلیج اون پیام رو فرستاده بود درباره صحبت‌های آقای مهدی ذوالفقاری و همچنین در رابطه با خدمت و وظیفه و اینها، بعد هم قبلش به من گفته بود که مایلم نظرات شما رو نظرات من و شما بینندگان رو، هم بعدم نوشتن که چون آقای مهدی ذوالفقاری لطف کرده بود، تماس گرفته بود، پیغام گذاشته بود، من پیام آقای ذوالفقاری رو برای ایشون فرستادم و ایشون گفت که یعنی نوع ایمیلش اینجوری بود که خب چرا مردم نظرشون رو نمیگن. والا من بارها گفتم شما نظر مردم رو باید بپرسی، تازه وقتی هم میپرسی مردم عذر میخوام اینو میگم، یه عدهشون شعور ندارن، یه عدهشون وقت ندارن. آقا من آمدم نوشتم که فرح دیبا ملکه مردمی یا نمیدونم منفعت جو و فلان و اینها، مردکی احمق آمده نوشتی که این سوربی که اگر رضا شاه نبود حالا باید توی شپش را میرم. میگم آخه مردک، فرح دیبا چه کار به رضا قلدر داره؟ تازه رضا قلدر، شما قبول دارید که رضا قلدر بوده؟ چرا قلدر بوده؟ برای که از همون جوانیش به دوستان دیگرش، به همردیفاش زور میگفته. بعدم که شاه شد با به اصطلاح دستور بیگانه، تا موقعی که دست چپ و راستش رو نمیشناخت خب کارهای انجام داد، همچین که دست چپ و راستش رو شناخت و پول نفت آمد به حساب شخصیش ریخت، شروع کرد دهات مردم رو
زمین‌های مردم رو گرفت. آقا فئودالیسم بده، برو مجلس عوضش کن، درستش کن. سرمایه‌داری بده، برو مجلس عوضش کن، درستش کن. تو چه کاره بودی تو قرن بیستم بیای این همه زمین‌ها رو از مردم بگیری، بعد که میندازنت بیرون بیای بده اینا رو به پسرت، بعدم پسرت بیاد وایس اینا رو ببخشه، اونا احمقای بیچاره این چیزا بیافتن رو دست پاش ماچو ماچو بوسه. شعور نداریم دوست عزیز. شما به این قشنگی تو برنامه‌تون گفتید که اگه یک نفر گوش کنه، دقت کنه، شما خوشحال هستید. دیگه منتظر چی هستید؟ منتظر فوش و فوش کشی؟ اگه بتونم بهتون نشون میدم. روی بالاترین معمولا اینها اسم ندارن، عکس ندارن، بعد همشون فرزندان کوروشن. اگه نگاه کنی، اگه خونشون رو نمیدونم دی ان ای شروع بدی تو آزمایشگاه، خدا میدونه چند نفر سوار خانوادهشون شده، از مغول گرفته، از نمیدونم ترک گرفته، از عرب گرفته، ولی حالا شدن فرزندان کوروش. میگم آخه احمق، تو که فرزند کوروش هستی کدومش هستی؟ بردیا هستی یا کمبوجیه؟ اصلا نمیدونه فرزندای کوروش کیا بودن. چند تا کوروش داشتیم، چند تا داریوش داشتیم، همینجوری مثل خر سرش انداخته زیر و داره در این چمنزار فیسبوک و فضاهای مجازی برای خودش میچرخه یا میچره و عرعر میکنه. عرعر که میکنی خب گار وقتی هم چی میگن زر و زورم زر و چه میدونم والا چی بگیم. یالا برنامه ما شروع شد. بذارید براتون ویدیو یه آخوندی رو نشون بدم که این آخوند اوائلی که آمده بود حرفای خیلی خوب میزد، راجع به جوونا صحبت میکرد، راجع به مرغ و خروس صحبت میکرد، راجع به نمیدونم عرق‌خوری صحبت میکرد. آقا همچین که یه مقداری معروف شد و اینها، شروع کردینم تیسکلنگ انداختن و به سنی ها حمله کردن، به دیگران حمله کردن که آقا این سنی ها حرومزاده هستن، چنین هستن، چنان هستن. حالا بشنویم از زبان خودش ببینیم این بار چی میگه. میگن آش اینقدر شور بود که خود آشپز هم به صدا در آمد یا به شکایت. بفرمایید. از ورزش میایم بیرون، بیایی تو مذهبیامون بدتر از ورزش، از مذهبی ها و ورزشی ها میبینیم تو سیاسیونمون که دیگه افتضاح، چقدر اختلاف. بعدم ای کاش دعوا سر مردم بود. متاسفانه این سیاسیون دعوا با هم میکنن سر لحاف ملا نصرالدین دعوا میکنن، سر قدرت دعوا میکنن، نه سر خدمت به مردم. اینا اونا رو دوز میکنن، اونا اینا رو دوز میکنن. و ما مردم چقدر بدبختیم که هر 4 سال یه بار دوباره اشتباه میکنیم. خب توی این 37 سالی که انقلاب شده، مملکت یا دست چپیا بوده یا دست راستیا بوده. دوباره میدید به اینا؟ دوباره به اینا رأی میدید؟ اینا چه گلی ریختن توی این چند سال سر مملکت؟ نه که همش دعوا دارن با هم میکنن که دوباره گول میخورین؟ دوباره سرتون شیره میمالن؟ دیگه نه به چپی رای بدید نه به راستی. یه عده که قومیگری میکنن، لور باید بره، ما لوریم به لور رای میدیم. خب بیا، ما ترکیم به ترک، با لور و ترک نداره که. یه آدم حسابی بفرستید تو مجلس تا به داد این مملکت برسه، یه عاقل بفرستی. نه، باید حتما کرمونی باشه. کرمونی اصفهانی که نداره که. هر کس که لیاقت داره، شعور داره، تخصص داره، میتونه به داده این مملکت برسه، به او رای بدی. چقدر کلا گذاشتن سر ما سیاسیون تو این چند سال؟ کدوم گره روا کردن جز این که فقط به فکر حزب خودشون بودند و دارا دستهای خودشون؟ مردم چند بار چوب میخوری؟ سیاسیون ما قابل اعتماد نیستن. اگر بودن این وضع مملکت ما نبود، این اقتصاد ما نبود، این زندانهای ما نبود، این آمار طلاق ما نبود، این فقر تو جامعه ما نبود. این اگر پولا رو خرج این مملکت میکردن با
باید چپ هر خیابون و کوچه ای رو خشت طلا بکنن. مگه ایران نداره؟ با این همه معدن، با این همه دارایی، پولا کجا میره؟ هر چی میشه؟ کجا میره؟ این اختلافات هست که بدبخت کرد این مملکت و بیچاره کرد این ملت و تا حرف میزنی که دار تنگ با آدم میچسبونن. و جد آباد ضد انقلاب لعنت، و جد آباد دروغگو هم لعنت، و جد آباد سیاسی بیدینم لعنت. در آبا اجداد اون کسی که میتواند به داد این مملکت برسد و نمیرسد لعنت. فقط به ضد انقلاب لعنت نه، به تویی هم که رئیس شدی و هیچ قدمی بر نمیداری، بر تو هم لعنت. چه خوب بود اولا این موزیک رو نمیذاشتن روش، بعد بهتر بود اگه این آقا اسامی رو میآورد. بعد آقای دانشور یا دانشمند فکر کنم ایشون، آقا کتابی نماینده مجلس باید نماینده کرمان کرمانی باشه، نماینده شیراز شیرازی باشه، حتی اگر نیست میگن باید چند ماهی در اون قسمت در اون محل زندگی کرده باشه تا مشکلات مردم رو بدونه. حالا شما میخوای حرف بزنی و فردا هم اگه یه طوری شد بگی آقا بفرماد من همون موقعم چیز میکردم، انتقاد میکردم و اینها، اون حرفی جداست. بعد شما الان داری میگی به کی داری میگی؟ 38 ساله نه کف خیابونها طلا شده نه نقره شده نه چیزی. خب اسم ببر، بگو آقای خامنه ای پولا کجا رفته، آقای احمدی نژاد پولا رو کجا بردی، آقای روحانی قول و وعده و وعیدت کجا رفته. حرف بزن، اسم ببر. و باز برگردیم با اون دوستمون، ما آمدیم اینو گذاشتیم روی فیسبوک، یکی آمده فوش میده به این، یکی دیگه میاد فوش میده به اون که به این فوش داده، یکی دیگه میاد مینویسه که چرا نمیگی لعنت به خودم که آخوند شدم. این نظرات فکر میکنید به درد جامعه ما میخوره؟ خود این صحبت به درد جامعه ما میخوره؟ برنامه تلویزیونی من به درد جامعه میخوره؟ حالا بعد بیان تازه روش نظر بدن. یه مش آدم بیکاری، یکیش داره عرق میخوره، یکیش داره چای میخوره، یکیش معتاد داره بنگ میکشه، یکیش هم هزار و یک بدبختی تو سرش بوده رفته سر کار، حالا آمده خسته و خورد میخواد ببینه من ایرانی که 32 سال اینجا بودم، توی ایرانی که 38 سال خارج بودی، اون یکی که حتی قبل از دوره آخونده هم اومده خارج، چه تاج گلی به سرمون زدیم. هر جاشم نگاه میکنیم بدتر از بدتر. حالا هر کسی با من مخالفه، با حرفای من مخالفه، هی نگه رضا قلدار اگه حمام درست نکرده بود. آقا خانم قرن 21مه، الان تو جنگل های آمازون هم طرف که آب و نمیدونم چی نداره یه ظرفی میذاره رو درخت، آب میریزه خودشو میشوره. حالا شما هی ما رو ببر تو خزینه، هی شپشار بیار بنداز به جونمون، خجالت بکشید احمقا. بله به شما هستم که عکس خودت رو فیسبوک نمیذاری، پشتش یه عکسی میذاری و نمیدونم روی بالاترین با یه اسم دیگه میای و الی آخر. بریم به سراغ کتاب 1001 مثل فارسی انگلیسی از خانم سیمین حبیبیان، صفحه 45 هستیم. میگه اگر سر آزار داری بهانه بسیار داری. واقعا هم درست گفته. اگر نخوری همیشه داری. خب اینم که دیگه میگفت از کرامات شیخ ما این است، نمیدونم شیره را خورد و گفت شیرین است، از کرامات شیخ ما چه عجب، مش را باز کرد و گفت یه وجب و اله. الهی مرا آن ده که مرا به. یعنی من بیشعور و نادانم، نمیدونم چه چیزی برای من خوبه، خدایا تو چیزی به من بده که برای من خوب باشه. بشین حالا یارم میاد. و اما امروز و فردا کردن، اینم که درباره شعرها خوندن، امروز و فردا کردم تا تو را پیدا کردم و الی آخر. ممنون از ایشون. خب توی دو سه روز گذشته
ما دو سه تا فیلم نشون دادیم که این جشن سال نو رو، یک شمال بی بی سی بود، یک شمال رادیو من تلویزیون من و تو بود و دیگران، و اینا رو دوستانی حمایت میکنن. میاد میگه آقا من 50 دلار میدم اینو برام پخش کن. چند بار میگیم آقا، میگه چقدر؟ میگه 3 ساعت. میگه بابا 3 ساعت 3 تا 20 دلار باید بدی، 60 دلار برای یه بار. حالا شما 50 دلار بده، ما 5 روزم پخش میکنیم. ما رو بابامون که نیست که اینجوری بخوایم یقه مردمو بگیریم. و الی آخر، شما هم میتونید برنامه‌هایی رو که دوست دارید از تلویزیون مردم پخش کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و بریم یه تبلیغ مجانی برای این احمقا بکنیم که شما هم ببینید بابا جون جامعه ما هی نگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. در همین رابطه هنر نزد ایرانیان است و بس یه ویدیویی گذاشتم هم روی فیسبوک خودم هم روی فیسبوک مردم تیوی، برید ببینید. پیر مردی، حالا دیگه ما این روزا وقتی میگه یکی میگیم پیر مرد، باید اون 80 سالش باشه، چون خودمون 60 سالمون، هم سن منه، میگه 40 سال، شاید هم از منم جوانتره این آقا، میگه که 40 سال کفاشی کردم و اینجوری. بعد مرده میگه خب حالا زندگی چیه؟ میگه خیلی بد، براتون میذارم یه قسمتش. بعد یه دفعه میخواد از استادش تشکر کنه. ببینید تشکر کردن ما ایرانی ها از استادامون چیه. ولی مینویسیم حضرت علی فرمود هر کس به من یک لغت بیاموزد من تا آخر عمر غلامش هستم. آقا نمیخواد غلامش باشی، برو برای خودت پادشاهی کن، دست دو نفرم بگی. بدبختی تا کلمه پادشاهی رو میاریم، کلمه پادشاهی با دوزی و بخور بخور و ببر ببر و اینا بود. دیروز یه دوستی برای من نوشت که آقا شما میدونید که فرح دیبا پهلوی حتی در خرید و فروش نمیدونم وسایل فانتوم و اینها بوده. من فکر کردم بعد از انقلاب رو میگه ایشون، چون قبل از انقلاب آقای شاه و طوفانیان و نمیدونم دیگران فکر نمیکنم جایی برای پهلوی، برای فرع دیبا گذاشتن. فرع دیبا هم انقدر پول زیر دستش بود، بنیاد نمیدونم اینو نمیدونم دفتر فرع اینا، که احتیاج به خرید فروش اصلاً نداشت. ولی اگر چیزی هست دوستان، بیاین به اسم خودتون بگید، مدرک رو نشون بدید، پخش میکنیم. خانم فرع پهلوی هم اینجاست ماشاءالله، این مثل یه لاغ و قشلاق که میکنن 5-6 ماه میره فرانسه، 5-6 ماه دیگه این ور 3-4 ماه میره فرانسه، 3-4 ماه این ور ور میچرخه، هرچی عروسی شاه و نمیدونم نخست وزیر و رئیس جمهور این کشورها، هر جا آش فرخانم فراشه، 3-4 ماه هم میاد اینجا با نواهاشو. الان هم یه سری طول سگ دیگه، 5 تا طول سگ انداختن دورش، با اونا بازی میکنه. ایشون هم میتونه بیاد صحبت کنه، ایشون هم میتونه بگه نه همچین چیزی نبوده و فقط من به جزامیا کمک میکردم و ریشه جوزام در ایران برداشته شد. روز دوشنبه یک نامه ای رو نشونتون دادم و خوندم از آقای جاوید شهافر. من چون قبلا به ایشون گفته بودم که من امروز در این باره صحبت میکنم، فکر کردم ایشون نگاه کرده. امروز صبح برای من نوشتن که شما در این مورد صحبت کردید، نوشتم بله، اینم لینکشه. به مجرد اینکه ایشون حاضر بشه یه مصاحبه هم با ایشون میکنه. آقای چمنارا هم طبق معمول نظر خودشون رو گفتن، بسیار از ایشون ممنونم. آقا خانم، از این آقای چمنارا یاد بگی، با من 1000% مخالف، ولی میاد میگه آقا حالا این چه داستان فیروز نمیدونم چی بوده، فیروز نادری نه، دماوندی بوده نمیدونم، چه اون بوده چه اون بوده، حالا جشنه. اینو بابا من قبول دارم، آقا جشن بهاره برید جشن بگیرید، ولی سیزده به در کشتار ایرانی ها رو به دست کلیمی ها با نمیدونم حاجی فیروز و اینجا قاطی نکنید. چهارشنبه سوری روز نمادین گدایی ایران، گرسنه بودن ایرانی ها رو هی نگید ما داریم با آخونده مخالفت میکنیم. آخونده که داره کار خودش رو میکنه، شما رو هم گذاشته سر کار. ببرمتون توی صفحه دوستمون آقای دکتر رضا سلامی، ببینیم ایشون یه ویدیویی رو گذاشته، من براتون نشون میدم. آقا خانم، من نظر خودم رو میگم، به نظر من ویدیوهایی به این صورت هیچ کاری مثبتی انجام نداده، نمیدهد و نخواهد داد. شما برعکس من فکر میکنید، برید این ویدیوها رو پر کنید تا بمیرید، خفه بشید، برید پول بدید پخش کنید، حمایت کنید تا پیروز بشید. چی بگم بهتون؟ خب ببینیم این چیه. به به، آقای محسن
فلسفی پس از سالها. بله، ایشون هم یکی از دوستانی بود که هم مسیحی شده بود هم پناهنده بود و پناهجو بود و اینها، و گفتم این نصف روز درس میخونم نصف دیگرش هم کار میکنم، یه ذره میرم باشگاه و اگر وقت اضافه بیاد بیارم میخوابم. آها سلام عمو سربی، حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده. بعد گفتم حالی ازت بپرسم. ممنونم، همین که ایام عید از دوستان حال احوالی بپرسیم بسیار عالیه. بریم این لطفی رو که آقای دکتر رضا سلامی به من کرده من هم به شما نشون بدم، شما هم نظرتون رو به من بگید. ببینید این خانمی که بلند شده رفته پاسارگاد و وایساده اونجا شعر دکلمه میکنه، به من بگید چه اتفاقی انتظار داره بیفته بعد از این شعر، یا این شعر رو که دکلمه میکنه بعد شما چه کار میکنین؟ شما بلند میشین میرین تخت جمشید و پاسارگاد و اینها؟ بشنویم با هم ببینیم. باز صداشو باز کنم، ببخشید. هست و خداوند نیست، از اول شمر نگذرد. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانی و ایزد یکیست. به کوروش، به آرش، به جمشید قسم، به نقش و نگار تخت جمشید قسم، که ایران همه قلب و خون من است، گرفت به جان و وجود من است. بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد. شکر یزدان، شکر یزدان، دختری ایرانیم، از تبار و تیره ساسانیم. قدرت اندیشم از آرش است، مرز شب تسلیم تیر آرش است. من همان ایرانی خود باورم، بر سریر عاشقی نام آورم. بسیار ممنون. این روی فیسبوک هست، برید نگاه کنید. ولی ببینید دوستان، من برای آقای اوسانلو هم نوشتم شیرازی ها یه ضرب المثلی دارن، در مثلم مناقشه نیست. میگن کسی که میخواد یه گوهی بخوره باید قاشق گوهخوری همراهش باشه. شما ببینید گوشت میخوای بخوری با چنگال میخوری، نمیدونم اونو میخوای سوپ رو میخوای بخوری با قاشق میخوری. چاینیزا که یه قاشقی دارن مثل کفگیر اینجوری دارن. بابا جوون تو رفتی اونجا وایسادی این فیلمو پر کردی، صدای باد و طوفان و اینا خب درسته، حالا با همتون با این تلفن‌ها، ولی وسیله است، میکروفونایی هست که میزنی، میکروفونای بی سیمی هست که با همین تلفن‌های آیفون کار میکنه. قاشقتون فراموش نشه. بعدم دختر خانمی که کفش ریباک، شلوار ریباک، نمیدونم پیرن ریباکه، به ایران قسم، به آرش قسم، به تیر و کمان آرش قسم. خانم اصلا آرشی وجود نداشته نداشته. get real get alive. من برای پدر مادر تو احساس واقعا بدی دارم، دلم میسوزه براشون که تو رو توی خانواده اینجوری فکر کردن که حالا اوه ایران پرست شدی. وطن پرست، اولا پرستیدن هر چیزی غلطه، مقدس شمردن هر چیزی غلط. اون یکی بچهش و مغزش شستشو میده میبره زنجیر میزنه سینه میزنه، اون یکی بچهش و مغزش شستشو میده این کارو میکنه. چه فرقی دارن؟ دوتاشون یه چی هن؟ دوتاشون هم بیخاصیته، دوتاشون هم برای جامعه هیچ اثری نداشته و نخواهد داشت. دوستمون علی شمس میگه آقای سربی لطفا راجع به LGBT های ایرانی صحبت کنید. دوست عزیز من نه لزبیانم، نه گیم، نه بایسکشوالم، نه اون یکی دیگه ترانسکشوالم. شما بیا صحبت کن. چرا من برای شما صحبت کنم؟ شما هم شدی مجاهد، مجاهده میگه برای ما هم صحبت کن، اون یکی میگه برای ما هم صحبت کن، اون یکی میگه برای ما هم صحبت کن. ببخشید اینو میگم، ما که هنوز عقلمون به اونجا نرسیده ببینیم سکس داشتن با هم جنس چه کیفی داره. کیفشو شما میکنین، خب بیاین حرف بزنید برای مردم توضیح بدید، بگید آقا تو الاغی که میری با
همسرت نمیدونم عشق بازی میکنی، بیا مثل من با یه پسر دیگه عشق بازی کن. آقا صدای ما رو در نیارید، مگه خود شما برای من ننوشتید؟ مگه من بهتون نگفتم با دوستات صحبت کن بیا برنامه بذار؟ من چی بگم وقتی نمیدونم؟ مگه اون آقای چی بود اسمش، یه پسر جوونی بود با مادرش آمده بود، خب گی بود نمیدونم چی بود، آخه شما هم ماشاءالله سر رقم دارید، حبلا میگفتن گی، همه فهمیدن آقا گی ها دوست دارن با هم جنس های خودشون باشه، بعد گفتن نه آقا بعضی هاشون بایسکشوالن، بعضی هاشون هم از توبره میخورن هم از آخور میخورن، بعضی هاشون عوض میکنن، بعضی ها بالاشون رو عوض میکنن پایینشون نگه میدارن که دو دستگاه رو داشته باشن. من چی بگم راجع به شما؟ آقا نمیدونم. شما که فکر میکنی میدونی، رفتی زندگی تو عوض کردی، به خاطرش مورد ضرب و شتم و توهین و اینها قرار گرفتی، شما چرا نمیاد؟ شما بیا صحبت کن. چی بگیم؟ عجب گیری افتادیم واقعا. بابا ببندیم بریم دنبال کار زندگیمون. این شهرام همایون نمیدونم، ما دو سه بار تا حالا پرسیدیم کسی خبر داره از ایشون؟ روزی 10 بار از من میپرسن، من نمیدونم، من تلفن مستقیم ایشون ندارم، تلفن آقای باقری رو داشتم. آقای باقری هم از زمانی که رفته تلویزیون پارس لابد اون تلفن رو دیگه جواب نمیده. و فکر نکنید ما که اینجا نشستیم همه چیز رو میدونیم، نه منم مثل شما هست. خب این نوشته بودم رضا سلامی، ممنونم از آقای دکتر سلامی. به آقای دکتر سلامی میگم خب این چه فایده ای داره؟ بلند شدن ایام عید رفتن پای قبر کوروش در پاسارگاد وایستادن این شعر رو توی باد خوندن، آمدن حالا بگیم 80 میلیون هم نگاه کردن، پیامش چیه؟ بابا خمینی و نمیدونم آقای چی و فلان بیسار اگه پیام میدادن به مردم میگفتن، میگفتن مشکلتون اینه، یعنی انگار مردم مشکلشون رو نمیدونستن، حالا این کار رو انجام بدید. اینا میان چی میگن؟ آقا مشکل من اینه که تیر و کمان آرش حالا نمیره مثلا بخوره به عراق و به کربلا. برگردیم سراغ آقای چمنارا. آقای چمنارا در پاسخ به آقای شهافرم یه نوشته ای نوشته. آقای چمنارا به نظر من یه مقداری دست به عصا را میره، میخواد هیچ کس ازش ناراحت نباشه، حرکتای اینجوری به جایی نمیرسه. باید تکلیفتون رو اول با خودتون معین کنید. میخواین تو داستان و رویا زندگی کنید، برید آقا شکسپیر رو نمیدونم هملت اینا رو بیارید بشینید بخونید و از صبح تا عصرم رومئو و جولیت و سهراب و رستم کیف کن. میخواین حقیقی عمل کنید ببینید آقا مشکلتون چیه. میخواین مثل این آخونده یه چیزی گفته باشید که فردا بگید نگاه کنین ها، من اون روزم گفتم این انتخابات بی خوده، این فلانه. این آقا که میگه آقا کرمونیه بره تو اهواز، اهوازیه بره تو کرمون، دیگه این دیگه چه، ببخشید نمیخوام بگم خر تو خر، این دیگه چه شیر تو شیری میخواد درست کنه؟ در صورت این آقا من اگر اختیار داشتم دوست عزیز تمام برنامه ها اون کامنت یا نظرخواهی رو ور میداشتم. ما هنوز نه فهممون به اونجا نرسیده، به طرف میگم آقا این کاری که شما میکنید دزدیه. من میام مینویسم ساعت 2 برنامه دارم، یه عکسی گذاشتم، ممنون از یه دوستی که این عکس رو درست کرده، مینویسم ساعت 2 برنامه دارم، شما زیرش میای یه چی دیگه مینویسی، بنویدونم وبسایت ما بپیوندید. شما با دزدی میخوای مردم بیان به وبسایتت بپیوندن؟ خب نمیان. اگه مثل آدم 10 دلار 5 دلار 8 دلار خرج کنی، مردم میگن بابا این میفهمه، این شعور داره. از اینجا بریم سراغ آقای منصور اوسانلو. ببینم توی فکر کنم توی این جالبه، امروز صبح من اینا رو باز کرده بودم، اینجا جیمیلم بود، اینجا یاهو بود، اینجا خدا رو شکر AOL ندارم، ولی ما مردم tv.com هم ایمیل داریم، اینجا هم ایمیل مردم تیوی بود، بعدش تلگرام بود، تلگرام که نمیاد داخل اینا، مثل که خودش یک نمیدونم چه جوریه که اونا وبسایتشون یا هر چیه توی این صفحه ها باز نمیشه، بعدش اسکایپ بود، بعدش نمیدونم توییتر بود. برای یه لحظه فکر کردم چه زندگی بدی برای خودمون درست کردیم ها، این سوراخ اون سوراخ اون سوراخ اون سوراخ اون سوراخ. مثل که شما 10 تا تلفن تو خونتون داشته باشی، 10 تا شمارهشو بدی به دوستات، یکیش به این زنگ میزنه، یکیش به این زنگ میزنه،
یکیش به این زنگ میزنه، یکیش به این زنگ میزنه، یکیش به این، و شما در آن واحد 10 تا شماره تلفن، 10 تا تلفن داره با هم زنگ میزنه، نمیدونی به کدومش جواب بدی. تازه اینی که حالا به این زنگ زده میگی نکنه این مشغول نیستش، بزن با اون یکی زنگ بزنه. حالا روزگار خوبی داشتی، یه دونه تلفن داشتی. قدیما که یه دونه پیجر داشتی. اونایی که نمیدونن پیجر چیه، پیجر هنوز تو بیمارستانا هست استفاده میکنن و من خیلی تعجب میکنه. طرف اگر روز بود میدونست که شما تو خونه نیستی، سر کاری، پیجت میکرد، شمارهشو میذاش، شما به زنگ میزنی هر وقت که دوست داشتی، at your convenient time. حالا پیجر که نداریم، تلفن داریم، پیامگیر داریم، تکست داریم، نمیدونم، الحمدلله فکس. امروز پسر من نوشت بابا هنوز فکس داری؟ گفتم نه بابا جون، فکس مال قرن 20 بود، گذشت و رفت. اینم از بینیم. آقای اوسانلو برای ما چی فرستادن به شما هم نشون بدیم. آقای اوسانلو، آقای اوسانلو هم می نویسه که کارگران جهان متحد شوید و یک مش از این شعارا، و ما هر وقت می خواهیم ایشون رو پیدا کنیم یه جورایی گمشون میکنیم. حالا ببینیم که چجوری. کارگران جهان، کاش که ویدیو رو من ضبط کرده بودم. البته مهم نیست چیز، بذارید ببینم. آها، کارگران جهان، ببینم اینجاست. نمیدونم از کجا برای من میگم، این هم یکی از مشکلاته. نمیدونم در خونه در زده، نامه نوشته، ایمیل فرستاده، تلفن زده، پیام فرستاده، نمیدونم. یه ویدیویی درست کردن، ایشون نشسته 40 دقیقه صحبت کرد، یه نفرم وایساده ازشون فیلم برداری میکنه. اون کسی که وایساده فیلم برداری میکنه شعورش اندازه من بوده، شعور درست حسابی نداره که آقا خانم این تلفن دستی تو اینجوری نگیر، اینجوری بگیر. شما ببین اینو مگه اینجوری نمینویسن؟ همش شما میبینید وقتی شما اینجوری میکنید اینقدرش خالی میمونه. برای آقای اوسانلو نوشتم، آقای اوسانلو شما که میخواین مردم رو راهنمایی کنید، بلد نیستید یه فیلمی هنوز بگیرید، آقا برو توی یوتیوب بزن چگونه بهترین فیلم رو من با این دوربین نمیدونم دوزاریم بگیرم، اون وقت میخواین به مردم بگید چجوری زندگی کنن، چجوری جون خودشونو به خطر بندازن. نمیگیم برای شما، برای آزادی خودشون. خب طرف میگه آقا این بلد نیست. تازه اونایی که بلد بودن چه تاج گلی به سر مردم زدن که شما با این فیلم از اینوری حالا میخوای انقلاب کنی، اینم از نیویورک میخوای انقلاب کنی بری. خب مجاهدین از عراق که اومدن توی آلبانی دیگه ختمش تموم شد، فاتحش باید بخونی. آقای جعفرزاده که گفت ما بعد از 120,000 تا کشته به این نتیجه رسیدیم که دیگه عملیات نظامی به درد ما نمیخوره، رفتن سراغ عملیات جاسوسی. بعد همه گندش بالا اومد که آقا شما که ستلایت نداری، اینا رو اسرائیل داده به شما، بعدم خیلی از اطلاعات غلطی به شما میدن که آبروتون بره. خب حالا به این دوستمون مرداد گفتیم چشم آقا، ایام عیده ما چند تا از این نوشته های شما رو میذاریم، هم مردم ببینن هم مردم نظر بدن. چون اصل اینجا اینه که ما اینا رو که میگیم مردم بیان ببینن. Since you are a good friend I'm sending you some news I received from Iran. بله آقای چمنارا اینو گفته، ممنونم. چند تا خبر از ایران. خب ببینید این عکسی که شما فتوشاپ میکنید از جنتی که نشسته روی این مبل، نه که ننشستن ها، رفتن تو کاخا، مبلایی رو که اون موقع میگفتن اینا سلطنتی شاهانه است، طاغوتی، خود پدر سوخته‌هاشون نشستن اونجا، که یکی از خریتاشون همینه. روزای اول یه پارچه ای هم مینداختن روش که مبله معلوم نباشه. الان انقدر بی حیا شدن که به قولن میدونید هر چی وقتا، مثلا ببخشید اینو میگم، مثلا زن فاحشه ای اگه بود، معتادی اگه بود، چاقو کشی بود، میگفتن آقا این دیگه از کسی ترس و واهمه و ترس آبرو اینا نداره. اینا اینجوری شدن الان دیگه قشنگ میاد میشینه توی کاخ چیزای سلطنتی. آخه پدر سوخته، تو گفتی جامعه بی طبقه توحیدی، یعنی این که از این مبله باید تو خونه همه باشه که شما بشین. اینا خوندم که میگه باید کف خیابونا رو طلا میکردی. البته نه آقا، همون عربستان سعودی هم که اینقدر پول داره کف خیابوناش طلا نشده. حالا براتون نقل عربستان سعودی هم میخونم که یه آقایی که رفته بوده مسجد
نماز بخونه، میاد به یه دختر نمیدونم یه ساله چند ماهه تجاوز میکنه. اینم بله. مجاهدین دوستان، پس از 50 سال فعالیت، پس از 120,000 شهید و کشته و نمیدونم هر چی بگید مفقود، الان کارشون به جایی رسیده که میشینن ویدیو درست میکنن. یعنی اول میشینن وای میسن آخونده یه ویدیو درست کنه، اینا ویدیو اونو مسخره کنن. اولا من نمیدونم، همه من و شما میشینیم ویدیوهای اینا رو نگاه میکنیم، بعدم که نگاه میکنیم مرداد عزیز، آقای علی، آقای عزیز، آقای فیلابی، آقای دوستان مجاهد، خانمای مجاهد، هدفتون از این ویدیوها چیه؟ اگه منم که میام این برنامه فسقلی رو که دارم میگم، اینایی که من میگم شما گوش کنید، برید دربارش فکر کنید، دوست داشتید خب بیشتر تحقیق کنید، دوست نداشتید بگید آقا اصلا این دیوونه است، برید دنبال کار خودتون. شما میخواین چه کار کنید؟ مثلا فیلم من سالوادور نیستم که فیلم خوبی هم نبود، من اصلا نمیدونم اون کسی که اینو درست کرده، مثل یه فیلمایی بود وحدت در پاریس، رضا بیکمان وردی در فلان، عروس فرنگی یه خانمی رو میآوردن به صورت این، از این دوباره این صنعت سینمای ایران یه چند تا فیلم خوب ساخت، بعد رفت سراغ همین فردین و آبگوشت دیزی و گنج قارون و اینها. حالا فیلم من سالوادور نیستم چه تاج گلی یا چه شاخ قولی رو شکنده که مجاهدین اومدن اینقدر وقت گذاشتن، اینقدر پول خرج کردن، نشستن اونو مسخره میکنن. خب مرداد، بعد از دیدن این فیلم من باید چیکار کنم؟ من تصمیم گرفتم امروز مجاهد باشم، باید چیکار کنم؟ باید 30 سال برم تو اشرف گرسنگی بخورم که آقای مسعود رجبی بپره رو زنا و بره حمام؟ آخه بگید برنامه‌تون چیه؟ اگرم برنامه‌تون اینقدر مخفیانه است که هیچ کس نباید بدونه، پس شما یه سازمان مخفی هستید، ببندید رو زمین، ببندید برید زیر زمین مخفیانه. حالا ببینیم چی کار کرده. آمدن امروز دیگه به این صورت، بذارید براتون بیارم. Today آقا مرداد گل اینجا نوشته که دوستان، ببینید از روی ایمیل خودشونم میخونم که هیچ دخل و تصرفی ما نکرده باشیم. این ایمیلو از یه دوستی که مرداد اسمش، شیرازی هم هست، توی تلویزیون مردم هم برنامه داشته، شما بزنید به اصطلاح تلویزیون مردم میبینید، آمده اینو بریده از یه جایی گذاشته. اصلا مهم نیست برای ما از کجا، مسندش چیه، یا به قول این روزی ها بنمایش کجاست. البته نوشته سایت حکومتی فردا نیوز، نوشته توافق سپاه پاسداران و القاعده در سوریه. سایت حکومتی فردا نیوز جمهوری اسلامی ایران همزمان با سایت حکومتی فردا نیوز نوشته جمهوری اسلامی ایران همزمان با اتحادیه گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در سوریه بر سر سرنوشت شیعیان فوعه و کفریا نمیدونم مذاکره کرد. بیش از این در جریان تخلیه حلب قرار بود چند هزار نفر از شیعیان مظلوم این دو شهر از شهر خارج شوند، اما با خلف وعده ترکیه تنها 300 نفر از این دو شهر خارج شدند. حالا این بار تهران تصمیم گرفته بدون وساطت ترکیه و روسیه به صورت مستقیم و با میزبانی قطر با گروه‌های وابسته به القاعده مذاکره کند. بنا به توافق به دست آمده رو نوشته به صدت آمده به دست آمده شیعیان عجب نمیدونم شهر خود را ترک خواهند کرد. مهمترین نتیجه این مذاکرات رسمیت یافتن احرار شام و تحریر شام از طرف جمهوری اسلامی و حزب الله برای اجرا توافقات است. در گزارش ها صراحتاً از حسام شافعی به عنوان یکی از رؤسای هیئت مذاکره کننده از طرف القاعده ها نام برده شده است. خب ما اینو دیدیم. شما امروز فهمیدید که به اصطلاح جمهوری اسلامی هر جا که منفعتش باشه با اونا کار میکنه. آقای مرداد تو آمریکا هستی، منم تو آمریکا هستم، این القاعده و طالبان و اینها حتی آمریکا وقتی که میخوان با داعش بجنگن میرن دست به دامنشون میشن، میرن یه سری پول به اینا میدن، اسلحه بهشون میدن، میگن حالا فعلا با اونا بجنگید، چند تا تونم کشته بشه ما بعد بیام سراغتون.
چه چیز جدیدی تو این هست که شما اینجوری هیجان زده شدید و فکر کردید که فردا اینا میرن اونا رو میزنن کلید دروازه شهر رو میدن دست شما؟ بگید تا من نادان هم بفهمم. آقای عزیزانم اینجاست، میخوام درباره اون آقای کوروش چی بود که رفت ایران در اون موردم صحبت کنیم. خب ببینیم دوباره این دوستمون آقا مرداد چهار پنج تا فرستاده، من اینا رو به عنوان ایدی میدم به این مجاهدا براشون میخونم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. چون اینا فکر میکنن الان که ما داریم مثلا با اینایی که از مجاهدین جدا شدن برنامه بهشون دادیم، داریم سازمان مجاهدین رو تضعیف میکنیم. آقا سازمان مجاهدینی که نه اسلحه داره، نه توپ داره، نه تفنگ داره، نه برنامه داره، نه رهبر داره، چی هست به قول شیرازی ها، به قول تهرونی ها چی هست که من اینجا در کنج اتاقم توی واشنگتن اینها رو تضعیف کنم؟ شمایی که هر روز بهتون دروغ میگن ما دیروز رفتیم با این صحبت کردیم، تری روز رفتیم با اون صحبت کردیم، ترامپ گفت بله فردا شما میشید رئیس جمهور، شمایی که به اون حرفا دل خوشی دیگه چه کار داری به من؟ اگر به من کار داری میگم آقا همین ساعتی که این استفاده میکنی شما یه ساعت بعدش بیا استفاده کن حرف بزن. شما اینجا بنویس نمیدونم ختم پدرته، اون یکی بیاد بنویس عروسی دخترشه. مردم میخونن دوست داشتن میرن ختم پدر شما، دوست داشتن میرن عروسی دخترمون. زمینی که عروسی و جشن و اینا با دعوت معمولا، ختم و اینا فقط به عنوان آگهی میدن میرن. خیلی هم هستن دوتاشو میرن، میره سر خط بعد میاد تو ماشین لباس عوض کنه میره عروسی. خب حالا یه جای دیگه اومده همین دوستمون اینو نوشته: هواداران مقتدا صدر سلیمانی رو میکشه. اون گفته اینا چقدر خوشحال شدن ورداشتن فرستادن، حالا منم برای شما میخونم که سازمان مجاهدین رو ما تقویت کنیم. آخه شما این چه ربطی به شما داره؟ هواداران مقتدا صدر گفتن، نوشتن، اعلام کردن سلیمانی را میکشیم. اگر مقتدا صدر توسط طرفهای مشخص یعنی گروه های هوادار حکومت ایران ترور شود، عراق را از شمال تا جنوب آتش میزنیم، قاسم سلیمانی را هم میکشیم و داخل ایران عملیات انجام میدهیم. به گزارش جام نیوز به نقل از وطن چاپ آمریکا، از عبدالنصیری رئیس دفتر مقتدا صدر در جنوب عراق مدعی شد اگر مقتدا صدر کشته شود قاسم سلیمانی را میکشیم. برای این دوستمون میگم خب حالا اون وقت حالا شما میگفتید وایسید نمیدونم جورج بوش میخواد این کار کنه، وایسید صدام میخواد این کار کنه، وایسید پسر من حسین کینگ چیه این پسر عبدالله کینگ عبدالله میخواد یه کاری کنه، وایسید ترامپ میخواد. حالا دیگه من و شما با وایسیم ببینیم هواداران مقتدا صدر چه غلطی میکنن، بعدن شما تصمیم بگیری. آقا عزیز من، همین دوستون به من میگه آقا تکلیف ایران را جوانهای ایران در خیابانها، میگم خب اونا در خیابانهای تهران و شهرستانها معین میکنن، شما هم در فرانسه برو هی جشن بگیر، هی خانم مریم هم جراحی کنه، هی لباسای نمیدونم رنگا به رنگ بپوشه، هی بیاد اونجا جولیانی و اون و اونی هم بیان زیر میز لاس بزنن و خوش باشن و بگیرن و برن. صحبت از جولیانی شد، جولیانی باورتون میشه وکالت آقای رضا چیه این دوزه شده بود شوهر یه هنرپیشه ترکیه‌ای، بعدم گرفتنش تو چیز، یکی از همدستان این آقای خدایا چه اسما زود یادمون میره، بابک زنجانی. خب کسی که پول میگیره میاد تو جشن شما، از این برم پول میگیره میره تو دادگاه این، مگه شما ها نمیگید این بابک زنجانی و همین رضا نمیدونم فلان اینا همشون دست پرورده ها و آقازاده های آخونده ها هستن؟ خب این آقای جولیانی الان در خدمت ایشون، شما نفهمیدید این در خدمت پوله، پولاتونو بد خرج میکنید، طرف و سوار هواپیما میکنید، فرست کلاس میفرستید اونجا، دو سه تا خانم هم در اختیارشون میذارید بیان و برن و فلان و اینها، پولم بهشون میدید، اونم برشتون میخنده تا اینجا.
بعد اگه یه نفر آمد توی تلویزیونی که خود این تلویزیون میگه آقا من 7 تا بیننده دارم، یکی شما هستی، یکیش علی آقاست، 5 تای دیگه‌ش هم 3 تاشون دشمنن، 2 تا دوست ما داریم، شما منو میخوای سانسور کنی توی آمریکا و شما میخوای آزادی ببری ایران؟ باشه دوستان، من اشتباه میکنم، اینا میخوان آزادی ببرن، برید به مجاهدین بپیوندید. اینم تبلیغ سال 1396 برای مجاهدین. مجاهدین از یه طرف نشسته چون آخونده با القاعده دست به یکی کردن، از یه طرف نشسته طرفداران مقتداست بره نمیدونم سلیمانی رو بکشه. حالا حسا فکر نکنید به همینجا این بند خداها چیشون تموم میشه. بعد یه جای دیگه جلسه بریفینگ، بله جلسه بریفینگ دبیرکل متحد با حضور مدافعان حقوق زنان از سراسر جهان در جریان 61 اینجوری با نمی‌نویسن غلطه 61 دوره جلسات کمیسیون وضعیت زنان در مقر اصلی ملل متحد در نیویورک، آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل برای نخستین بار یک جلسه بریفینگ برای مسئولان و اعضای سازمان‌های غیر دولتی زنان از سراسر جهان که در این دوره، خب بچه هم نشته سیمور، بیشتر بخونید بیشتر بدونید. خب این چیه؟ این خبره برای من، برای من چه چیز رو میاره؟ بریفینگ، اصلا بریفینگ شما میدونید چیه؟ توضیح میدن یه جلسه میخوان بذارن، یا میگنش اورینتیشن یا میگن بریفینگ، توضیح میدن میخوان این کارا رو بکنید. سازمان مللی که مثل خر به گل مونده، سازمان مللی که نه سازمان‌های تروریستی قرارداداش و قطعنامه‌هاش رو احترام میذارن، نه اسرائیل احترام میذاره، وقتی هم میاد به اسرائیل میگه آقا نساز، همین آمریکا و اسرائیل میریزن میگن آقا اون کاغذ رو پاره کن بنداز دور، پاره میکنه بنداز دور. این جلسه بریفینگ دبیر کل متحد نمیدونم ملل متحد با حضور مدافعان حقوق زنان چه دردی از من و تو درمون میکنه؟ بیان به ما بگید آقا هستن بیشعورایی مثل من، نادانهایی مثل من، نمیفهمن، مغز بزرگ شما رو ندارن، نمیفهمن. بیاین ازتون خواهش میکنیم، التماستون میکنیم، بیاین توضیح بدین تا ما هم بفهمیم. بفرمایید. بله این عکس خوبه، این عکس خوب، خیلی هم ما روزانه میبینیم این ور اون ور. این عکس رو هم همین دوستمون فرستاده، نوشته که در حالی که بعضی ها از درد به خود میپیچند، بعضی های دیگه در کوچه پس کوچه های بی دردی مارپیچ میزنن. خب اینجا هم عکس یه ماشینی رو نشون داده، ماشین کورسی اینچنینی و آنچنانی. اینجا هم یه آقای، احتمالا آقا چون پوتینش اینجوریه، خوابیده زیر پتو، اینم یه بالش، والا بالش، بالشش از بالشای من اینجا میخرم از کیمارت، 7 دلار بهتره، خوابیده کنار خیابون. توی آمریکا یه جوکیه، طرف میگه داشتم میرفتم سر کار با کت و شلوار و کراوات، صبحونم تو اتوبوس خورده بودم، کافیم هم دستم بود، داشتم میرفتم جلو بیلدینگ آفیسمون، دیدم یه هوملسی خوابیده، حسرت خوردم هر روز که من میرم سر کار این موقع خوابیده. حتی خدا نصیبی هیچ کس نکنه این هوملس بودن، اصلا بی خانمان بودن از همه برزخ‌ها بدتره. اینم دیدیم ما. آقا چه باید کرد؟ شما بیا بگو خانم مریم رجوی گفته که من وقتی آمدم چون دست به دادنم خوبه به همه میخوام بدم که نمیدونم همه داشته باشه. گفت پدرت خان کرم بود، بداد از چپ و راست. چی بگم آقا مرداد؟ شما میای انگولک میکنی بعدم میگی آقا به نفع ما بگو. نفعی نمونده. من که میگم خودتون بیا بگو. آقا تفاوت شما با او گی لزبیان نمیدونم جی بی ال تی مثل ساندویج چیه؟ بی ال تی بیکن لدس تومیتو. با اون چیه؟ شما من میگی بیا آقا از گیا بگو. میگم آقا من نه گی بودم نه گی هستم. به قول آمریکایی‌ها میگه، میگه آخرین باری هم که چک کردم یه چیزی وسط پامون بود، اونم هنوز جراحی نکردیم. چی بگم از شما؟ مجاهدین هم عین اونا هستن. مجاهدین هم عین میگن آقا بیا بگو، شما بیا بگو. میگم بابا من نمیدونم شما برنامه چیه. دیگه به هر زبونی هم بگی، ما به اینشون گفتیم بابا دیگه از زبون شیرازی ساده‌تر و با مفهوم‌تر دیگه نداریم. بفهم. بله.
اون عکسو دیدیم، این عکسو هم دیدیم. لعنت به دیکتاتورا، لعنت و ننگ بر اینها که اینها رو میبینن و کاری نمیکنن. بفهم اینو من و شما امروز فهمیدیم دوستان؟ تلویزیون مردم، سازمان مجاهدین اولین تلویزیونی هستن که امروز این عکس رو به شما نشون دادن که این آقای وزیر یا مسئول یا هر کی هست داره دستای پینه بسته این مادر عزیز رو توی این ده، توی این کارگاه هر جا میبینه و نوشته در تضادند غم من و پریشانی تو، سفره فقر من و سفره مهمانی تو، روزی آید که خدا حکم کند ما بین پینه دست من و پینه پیشانی تو. آفرین. این رو هم سعید آقا شعر گفته، چون اگه اینجا نگاه کنید توی پیشونی این آقا جای مهر یا پینه هست. بفرمایید نزدیکتر نشون بدیم اینا. خب شعرم خیلی خوبه، خیلی هم قشنگه. برنامه چیه پشتش؟ هیچی. آقای اوسانلو برنامه چیه؟ هیچی. آقای رجبی مرحوم برنامه چیه؟ هیچی. خانم مریم بانو برنامه چیه؟ هیچی. دوباره حالا برین اتاق کرایه کنین، چی میگن سالن کرایه کنین برای جولای، پرچمای بزرگ که انقدر این پرچما رو بیارین که بگین تعداد جمعیت زیاد. آفریقایی، افغانی، پولندی، دانشجو، پناهنده جمع کنید بگید اینا مجاهده. خب ما که میبینیم میدونیم که آقا مجاهد بدبخت دیگه الان شده 60 سالش، 6 تا قرص باید بخوره، قرص هم گیرش نمیاد. ما که این همه قرص رو نمیدونم، فردا دارم میرم دکتر اینو گذاشتم که بهش بگم چه قرصایی میخورم چه قرصایی نمیخورم. ما که روزی اینقدر صبح قرص میخوریم تا صاف بشیم، شب قرص میخوریم تا خوابمون ببره، دیگه امیدی به فردا نداریم. شما آقای لهستانی پولندی رو میبری تو این جمعیت اینجوری دست تکون بده 20 یورو بگیره، میخوای اینو ببریش ایران؟ آخه بابا جون نمیخونه. یکیتونم که نمیان با یکی صحبت کنید، هی میرید تو این بلنگوها داد میزنید. آقای جعفرزاده توپلی، خانم مریم بانو، خانم آقای رجبی مرحوم، اون یکی کیه این موزی زیرابی که زن به این میده زن میگیره؟ میگن این آقای ابروشمچی فکر کرده زن مثل پوله که مثلا یک 100 دلاری که میدی 5 تا 20 دلاری میگیره. میگن خانمش که مسنتر بوده داده دو تا زن جوان گرفته به جاش. خب کردید که این جوکار رو براتون میسازن. این هم میگه بینگ، اینا هی پیامه از صبح تا شب، این پیام میده اون تلفنه پیام میده، اینی چک میکنی اون چک. ببینیم جناب سوربی رضا زراب، مرسی مرسی. این کی نوشته؟ فری وکیلش بشه جولیانی وکیل آن شده. مرسی، ممنونم، خیلی ممنون. ما افتخارمون اینه ریل تایم، و الا تلفن آزاد بذارم طرف زنگ بزنه به من بگه آقا از فلان چی هم بگو. آقا من نمیگم، تو بیا بگو. من اونی که دلم میخواد میگم، تو هم اونی که دلت میخواد بیا بگو. حتی اگه فکر میکنی منافعی دارم، ولی اقلا اینی که میگم منافعی دارم، چون آقا مرداد به من میگه فعلا پول در اینه که به مجاهدین گیر بدیم. میگم آقا چه پولی؟ شما که از همه نرخ تلویزیون مردم رو بهتر میدونی و ما نوشتیم گذاشتیم. ما از شما که سازمان مجاهدین بوده نتونستیم 2 دلار بگیریم، 200 دلار از این خانم شیرین نریمان طلب بود، طلبکار بودیم، 100 تا ایمیل فرستادیم تا پولا رو گرفتیم. حالا این مجاهدایی که جدا شدن، یه سری پناهجو که همشون هم تو کشورهای غریب دارن زندگی میکنن، اینا چه پولی دارن که چه پولی به من بدن؟ یعنی شما فکر میکنید اگه نرخ ما نوشته ساعتی 20 دلار ساعت 50 دلار برنامه زنده، اینا میگن نه آقا به خاطر ریش سفیدت ما ساعت 300 دلار میدیم؟ آقا نکن، زشته. ولی شما به من بگو میخوای با این آگهی، با این عکس که فرستادی چه کار کنیم؟ بفرمایید. من امروز روشون دادم که شما حقتون پایمال نشده باشه، حتما امروز از همه میرن این مردکه رو میکشن که پینه رو پیشه، و این زن بنده خدا این پیرزنم از فردا به جاه و مقام و منزل و اینا میرسه. ولی یه چیزی یادتون باشه دوستان، نگاه این عکس کنید با دقت، با همه سختیاشون هم دارن لبخند میزنن
هم این خانومه هم با افتخار داره دستش به این نشون میده. و آقا مرداد باور کن اگه فردا شما مجاهدا برید ایران، همون آقای پیرمردی که اون بچه دستشه نوشه یا بود، همین پیرزنه اینا شما رو با چنگ و دندان تیکی تیکی میکنن. و شما میدونید آقای جعفرزاده میدونه که اسلحه رو گذاشته زمین اینجا فکر کراوات زده، آقای ابریشمچی میدونه، خانم مریم میدونه. اشتباه کردم گفتم شماها میدونید، شماها نمیدونید، شماها توی رویا توی خواب و خیال هستید. و اما ببینیم سعید چی میگه. اوکی سوربی، if you show a photo from Iran homeless person please check the photo on your messages of Facebook. چجوری؟ و یادمه اون وقتا یه عکسایی رو وقتی میدادیم به گوگل، گوگل چند تا عکس که مثل اون بود بهت نشون میداد که شما هی ببینی که این عکس اولش این بوده، بعد یکی دستکاری کرده، بعد یکی آرم خودش گذاشته الی آخر. ولی من این متوجه نمیشم اگه میخوام عکس از هوملسای ایران نشون بدم هم فیسبوکمو چک کنم، یعنی فیسبوک ها شما فرستادی واسه ببینم اینه. آها cross street of آها بیا cross street of victory and one خیلی ممنون خیلی ممنون. الان اینه ما تنشون بدیم، عقب افتاده های مثل تیمور لنگ و اینها میان. دوستان ساعت رو بهتون نشون میدم بالای این نوشته، ببینید کی فرستاده. select area بله نگاه کنید، ساعت 2:56 2:52. آقا مرداد این تو کالیفرنیا است که شما زندگی میکنی، از تابلوهای انگلیسیش معلومه. اینم به نظر میرسه یک زنیه خوابیده اینجا. آقا من پارسا رفتم فرانسه، اصلا کنار خیابونا انقدر گدا و خونواده بچه های مثل قرصت ما دست اینا، بعد گفتم این مگه دولت اینجا سوشیال کمک نمیکنه؟ گفتن اینا یه سری آدمایی هستن که بهشون میگن جیپسی، جیپسی یعنی کولی، اینا کمک قبول نمیکنن. اصلا طرف دوشک انداخته بود کنار خیابون، چند تا چمدون داشت و اینا خوابیده بود. آقا این مشکل بی خانمانی، مشکل اعتیاد، مشکل اینا جهانیه. البته تو کشورهایی که دیکتاتورها هستن، سوء استفادچی های هستن مثل این آخوندا بیشتر و بدتره، ولی هی عکس میگیریم برای هم میفرسیم چه چیزی رو درمان میکنه؟ روی وبسایت یکی از این دوستان یک جوونی آمده، یکی دیگه زیرش نوشته بود مردم دیگه به جونشون به لب رسیده و فلان، جوونه نشسته تو ماشینش ویدیو گرفته، خب طبق معمول ویدیوی عمودی آقا افقی بگی. اوکی ویدیو گرفته، خامنه ای دزدی بس است، برو نگاه کن. بعد حالا ببینید چی میگه. میگه من همین امروز شاهد بودم که یه پدری که 3 بچه داشت جلو خود من خودکشی کرد. ای خاک بر سر تو. اینجا چند بار اتفاق افتاده تو خیابون یه نفر میخواد خودکشی کنه، مردم باهاش صحبت میکنن، پلیس میاد، نمیدونم خیابون رو میبندن. تو مردی که رفتی نشستی که این پدره بیچاره خودکشی کنه، بعد یه فیلم بسازی بذاری رو فیسبوک که چی بشه؟ اگه من از خودم سوال کنم هدف این احمق چی بوده که اینو گذاشته، شما سوال کنید دیگه این برداشت نمیشه. اگه تو خیابون دیدیم آقا یه کسی از 3 بچه داره، از زور عید و جشن و فلان اینا میخواد خودکشی کنه، بهش میگیم ببین من الان میخواستم برم ماشینم عوض کنم، یه ماشین بهتر بخرم، گور پدر ماشین، بیا اصلا این پوله برای تو. و هست صدقه سر یه تومن دور سرمون به چرخون، یه تومن دور سر سگمون به چرخون، اینجوری نه. یه پولی رو که برای یه چیزی میخوام برامون مهمه میدیم به اون، میگیم آقا برو اقلا یه ماه دیگه، حالا تا ببینیم یه ماه دیگه ممکنه اینا از بین برن و خانم رجوی بیاد. و به شما نمیدونی خانم رجوی چه چیزایی میخواد بده. بپرسید از جولیانی ببینید چه چیزایی داده، بپرسید از نوت گینگریت ببینید چه چیزایی داده. منظورم پوله ها، یه وقت فکر بد نکنید. عجب عجب موزیای هستید شما. من میگم بابا جون اینجوری لبخند میزنه، خوشحالی میده و پول میده.
زیر میز هم خبری نیست، زیر میز پول میدن. خب ایزد جهانشاهی، ممنونم از آقای جهانشاهی. خب میگه شیشو، آها میگه این عکس ها رو امروز ساعت 6:30 صبح گرفتم توی همون ونس. ونس چیه؟ خیلی هم ایرانی اونجا هست. نه آقا شما هم مأمور جمهوری اسلامی هستی سعید، اگه مأمور جمهوری اسلامی نبودی نمیمدی هم اونو نشون بدی هم اینو نشون بدی، فقط اونو نشون میدادی. بدبختا بیچاره ها، اگه فقط اونو نشون بدید مردم فکر کنن تمام دنیا تو خوشی هستن، فردا اگه شما هم مسئول بشید نتونید خواسته اینا رو برآورده کنید، چوب توی آسینتون میکنن، اگه چوب جای دیگه تون نکنن. خب این آقای عزیزان یه نوشته ای نوشته بود راجب این پسره، کی بود کوروش چیز رفته بود ایران، گویا این آقا بلند شده رفته ایران، اونجا هی عکس گرفته، هی فیلم گذاشته روی فیسبوک با دوست دخترش، دوست دخترام حتما هم فامیلا حالا قربون صدقش میرن، چون این اومده تو وایس آف امریکا، نمیدونن این بیچاره بعد از وایس آف امریکا، اولا وایس آف امریکا قراردادیه، این کانترکت یه چیز معمول و رایجیه توی امریکا. خود من امروز به یه آقای ایرانی زنگ زدم گفتم شما اینجا آگهی زدی دنبال کارمند میگردی، چجوریه؟ گفت نه 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 من کارمند نمیخوام، من قراردادی میخوام. قراردادی یعنی کار، چی میگن، مزدور، یه روز در روز فلان، هر روزی هم اون گفت دیگه فردا نیا، اینجا هم رسمه، یه کارتون میذاری رو میز چی از میز چوش میبری. حالا آمریکا ایرانیا، یک ایرانی از توی وایس آف امریکا اخراج شده، بابا اخراج نشده، دوره قراردادش تموم شده، اونا دیگه اینو نمیخوان. شما میگه اخراج شده، اخراج شده. آقا بیا ببین کوروش نمیدونم سنجابی صحتی فلان اخراج شد. خب اخراج شد که شد، هر چطور هم رفتو توی کبابی وایسادی داره کار میکن. آفرین، اینجا همینه، شما کار نباشه میره کبابی کار میکنی، نباشه میره توی فروشگاه وای میشه کار میکنی، افتخار میکنه. خب حالا آقا بعدا بلند شده گفته آقا من دیوانم، آمدم اینجا فلان اینها، من تو زندان ایران بودم تجاوز بهم نکردن، آمدم تو وایس آف امریکا بهش تجاوز کردن. بله همین وایس آف امریکا به این آقای جوان تجاوز کردن. میگه آقا نخواستم، برمیگرده میره ایران، ولی اونجا که میره خودشون هم کرم دارن، نون سنگک گرفتی آقا برو کوفت کن دیگه تو خیابون با دختره با نون سنگک، چرا عکستو میندازی اونجا که اون بسیجی عقب افتاده و سپاهی عقدینی هم بیاد تو رو بگیره، بگه اگه اون دفعه بهت تجاوز نکردیم این دفعه هم تجاوز میکنیم، هم شکنجت میکنیم، هم بعدن اعدامت میکنیم. خب خودمونم مریضیم، خودمونم دیوانه ایم، روانی هستیم، بلد نیستیم، کسی به اون نگفت چه کار کنیم. بهزاد، مگر اینکه من دستم به تو نرسه، سالهاست قول دادی بیای، چسبیدی تو کانادا هی پول جمع میکنی، برو این فیلم ناشناس رو ببین، فیلم های ایرانی آخ. نمیدونم اینا دیگه چرا این مرض افتاده تو جونشون، یه فیلمی که درست میکنن اینجوری میچرخوننش، اینجوری میچرخوننش، اینجوری میچرخوننش که شما بعد بگی خب حالا این یعنی چی. ولی خب یه چیزایی هم داره، بین خطوط رو بخونید برید ببینید که فیلم ناشناس این همه طرف پول داشته و فلان ها چی میشه. و اما این دوستمون از استرالیا تماس گرفته، یادم میاد یه نفر از استرالیا بود خیلی با من مخالف بود، زنگ میزد به تلویزیون E2 میگو که این سربی کشتیگیر نبوده. گفتم خب آقا حقوقم رو قطع کنید، حقوقی که بابت کشتیگیری به من میدادی، اون بدبختایی که کشتیگیر بودن مقامای بالا گرفتن، موحد و نمیدونم همین آقای فیلابی و اینها، شما براشون چه کردید که منی که یه دانش آموز بودم و بعدم دانشجوام که بودم برای دانشگاه پهلوی زیر دست آقای حسام سپانی میرفتیم کشتی میگرفت. آقا وقتی میگی کشتی گیرم یعنی مثل بسکتبال که تو خیابون بازی میکنی، مثل فوتبال که تو زمینای خاکی بازی میکنی، نه کشتی گیره. دیوانه بود، بعدم مغازه داشت و نمیدونم فکر کنم اصلا حالا ایناش یه جوری بود، مرد بیچاره مشقاسم بهش میگفتن. خب بشنویم ببینیم این دوستمون چی میگه. آقای سربی با سلام، من داشتم برنامه شما رو تماشا میکردم در یوتیوب مال 2002 با آقای دکتر انصاری. من خواستم پیشنهاد
عزیزم این آقا، آقا دکتر انصاری نیست، آقای احمد علی مسعود انصاری یا لیسانس داره یا فوق لیسانس. بله ایشون گفتم که ایشون شما باز دوباره اگر امکان داشته باشه بیارید، این واقعا تاریخ از این بهتر دیگه من فکر نمی کنم کسی باشه که بتونه برای ما زنده بکنه تاریخ گویا بگه برای ما. بله ایشون استاد بودن، استاد دانشگاه ملی بودن علوم اقتصادی و سیاسی و بنده هم شاگرد ایشون بودم. اون پدرسوخته های سلطنت طلب هم که مرتب میگم فلان و فلان و فلان همش ارتفاعت جناب سربی قربان شما لطفا اینه. آها فکر کنم این دوستون میگه لطفا اینه پخش نکنید، آخر کار گفتی دوست عزیز باید اول میگفتی بعد چرا پخش نکنی؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید وقتی دارید حقیقت رو میگید؟ ولی خوب بود به سلطنت طلبان فوش نمیدادی. من به اندازه کافی فوش میدم دیگه، بسه. همین که شما بیای بگی بله شما شاگرد این آقا بودی، این استاد دانشگاه بوده، نصفی حرفای اونا رو میریزه سطل آشغال. بعدم دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر قرار آقای احمدعلی مسعود انصاری از طریق اسکایپ مهمان برنامه ما باشه. امیدوارم این بار دیگه حالش خوب شده باشه تو بتونه با همون صحبت کنه. مرسی، ممنون، متشکر از شما. و اما پیام داریم، ببینیم از کیا داریم، چرا داریم. این آقای سلام عرض کردم، آقای ذوالفقاری لطف کرده وقتی که برنامه اون دوستمون رو دید و شنید که درباره برنامه خودشون بودن پیام گذاشتن و ایشون میگه که من حرفای این آقا رو قبول دارم ولی نمیدونم چرا این حرفای خدمت و وظیفه انسانی اینا رو میخواد بچسبونه به قرآن و خدا و اینها. خب بحث خوبی میشه که دوشنبه آینده اون دوستمون در این باره باز صحبت کنه. و یه ویدیوی من اینجا دارم، یه کمی هم جو عوض بشه اینو بهتون نشون میدم چون مناسبه. چون میدونی تلویزیون های ایرانی ماشاءالله همه مؤدب، منظم، با وقار، منطقی، ما اصلا از این حرفا، اصلا تو ایرانی، تو زبان ایرانی ما از این حرفا نداریم. چون حرفایی که زده این آقای کفاش یه مقداری مناسب تلویزیون نیست. آقا سلام، اجازه بدید، مناسب تلویزیون نیست، ما اینو میذاریم توی فیسبوک، شما برید اونجا نگاه کنید. الان نریا، صبر کن برنامه من که تموم شد. اینم طبق معمول، حتی این آقایی که خبرنگار بوده رفته گرفته این روزا با دوربین میگیرن و همینجا هم رسمه. حتی من یادمه ماز جبرانی آمده بود توی وارنر تیتر و این پسرهای جوان که دیگه میشه بگی آمریکایی هستن اومده بودن و اونجا چیز میکردن. بشنوید این آقا، حالا من چجوری به چرخونمش دیگه نمیدونم، اون یکی نشون دادم چرخی نمیدونم رفت و این چرا اینجوری شد. بذارید ببینم، به اسم کفاش ها گذاشته بودمش. باورتون میشه توی تلفن های آیفون یه دستگاهی گذاشتن، این شما اینجوریش میکنی میفهمه اینجا زمینه، فوری تصویر رو عوض میکنه، اینجوریش میکنی میفهمه اینجا زمینه. خیلی هم باید یه چیز ساده ای باشه. قدیما این کار با یه ساچمه شما میتونستی انجام بدی، حالا که دیگه فیزیکلی نیست لابد از طریق الکترونیکی مثلا میفهمه نیروی جاذبه اینجاست یا هر چی، بالاخره کاری به اون قسمت ها ندارم. ولی این فیلمو که میگیری از تو اون سیستم که میاری بیرون میذاریش داخل سیستمای ویندوز، بعضی وقتا باید بچرخونیش. آقا سلام، اینجا باورتون میشه قشنگ نشون میداد و اینها. حالا تو این اینجوری بذار برم تو ایمیل خود دوستمون. نه اینجا از تو ایمیل اینم باز کردم باز همینجوری. یک لحظه آجا خواه سلام، درست شد، تا درست شد بهتون نشون بدم و حالا درست شده ولی اندازش چیز نیست، مهم نیست. بیا کجای ایران هست که به مهم میگن مهم، مهم نیست. بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشین، خدادون بشم. خب بینندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم ازشون بپرسیم که چند سال سابقه کار دارن و خودشون رو معرفی کنن. خب حاج آقا میشه خودتون رو معرفی کنه برای بینندگان عزیز؟ بنده خلیل شنوا هستم، مدت 40 سال تو کاری پس شده از ما هستی سازی.
پستی سازی همین روی کفش رو بهش میگید پستی. بله بله. درسته؟ بله. بله. ببینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستید؟ نه قربون. چرا؟ به خاطر اینکه دستم گذاشتم روی این کفش. تا اینجاشو میتونم بهتون نشون بدم، اون قسمتش که بهتون نمیتونم نشون بدم روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی فیسبوک سوربی هم هست. اگرم اهل فیسبوک نیستید ایمیل اگه بزنید بین امروز و فردا براتون میتونم بفرستم، ولی از خودتون چهار کنید چرا روی فیسبوک نیستید. همه دنیا دیگه روی فیسبوک هست، بعضی هم به جای یه صفحه 12 تا دارن. خود من اشتباهی بلد نبودم. این نادانی خیلی چیز بدیه. ببینم سعید دوباره چی میگه. سعید میگه پروگرام گریت، مرسی، برنامه عالیه. Because too much raw emotion that comes from your honest nature, more power to you. خیلی ممنون. سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشینه. حالا بعدتون نیاد امروز یه دوستی گفت آقا من رفتم بانک پول بفرستم، گفتن نمیشه. میگم آقا چرا نمیشه؟ میگه آقا من کش میخواستم بدم بانک قبول نکرده. میگم آقا امکان نداره، شما میری دیپازیت اسلیپ میگیری، شماره منو میندیسی، اینم میندیسی، پولو میذاری. تازه گیرم که بهت بگه آقا تو کی هستی چرا میخوای این پولو بفرستی؟ بگو آقا من میخوام اینو سپورت کنم، اینم یک بهش میگن انتیتی، یه مؤسسه یه تو آمریکاست، اینجوری فلان. چه چیزی داری؟ پیپال هست، مانیگرام هست، وسترن یونیون هست. بعد بهش میگم آقا بیا بشین دوتایی با هم صحبت کنیم. الان من تو فیلمای ایرانی میبینم طرف میلیون ها تومن میگه بیا با کارت به کارت کنیم. من اصلا میگم خدای کارت به کارت یعنی چی؟ تو هم فیلم سریال لیسانسها چپ و راست مرده باباش تصادف کرده بود، هی کارت به کارت از اینا پول میگیره. اون وقت شما میخوای بری آخونده رو بریزی پایین، تو آمریکا نمیتونی یه پولی بفرستی به بانک. من نباید اینو بگم ناراحت بشی، باید التماست کنم. حالا نشد آقا فردا، ولی من بهت میگم این همون چیزیه که سعید خوشش میاد. میگه آقا این هر چی تو دلشه میگه. آقا تویی که بلد نیستی یه پولی رو تو آمریکا بفرستی از یه نقطه به نقطه دیگه، میخوای بری حریف این آخوندهای بشی که الان کردیت کارت تو قبرستون هم گذاشتن سر قبرا برای که پول ندن گل بخرن، سر هر قبری کردیت کارت میکشن. تو فروشگاه بقالی میگی میخوای کارت بکشی یا نمیدونم میخوای، اصلا دیگه پول داره از بین میره. توی ایران با تلفوناشون چقدر کار میکنن و من و تو یک صدمش هم بلد نیستی. اون وقت ما نشستیم اینجا، از اینجا هی میخوام به نشون دادن عکس بریم اینا رو بگیریم. خب برید آقا پیشکشتون، ما که بخیل نیستیم، برید اصلا دو بارم بکشین هر کدومشونو. این آقای فاضلا ببخشید آقای فاضلی میگفت که ما آخوندار میخوایم سر درخت پهلوی آویزون کنیم، آخرم آرزو به دل مرد. شما برید سر هر درخت اصلا آخوندار رو دو قسمت کنید. شویم بر دست منه، دست شما هم نیست، دست سازمان هم نیست. سازمان مجاهدینی که بعد از 50 سال الان میشینه فیلم های ویدیویی درست میکنه، چه لوس، چه بیمزه. و یه هنرپیشه دارن، یه هنرپیشه دارن تو همه فیلم ها بازی میکنه. آقا خجالت بکشید برید دنبال یه درسی، یه مشقی، یه هنری، یه شغلی. اینم دیدیم این دوستون این ویدیو رو که گذاشته نوشته حتما تا آخر ببینید. برای این دوستون یه دفعه گفتم ویدیوهایی که برای تلویزیونه بنویس جهت نمایش، برای که منه بگو برای من. گفت نه من هر چی میفرستم برای تلویزیونه، دستم به دامنت، اینی که ما نمیشه همه رو تلویزیون پخش کنیم. در رابطه با اینکه تو مجلس میخوابن و اینها، اون دفعه بهتون گفتم فقط این مختص مجلس ایران نیست، ولی تو مجلسای ایرانی و اینها احتمالاً بیشتر این چیزا به چشم میخوره و ما هم حق داریم بیشتر نشون بدیم چون کشورمونه. و گفتم شما بلند میشی میری مکزیک آبش خوب نیست، اسهال میگیری، برمیگردی اینجا صدا در نمیاد، ولی میری ایران چون انتظار داریم حق نمونه نق میزنیم. و ما همیشه گفتیم
ما به اونایی که نق میزنن ایراد میگیرن مدیون هستیم. اونها ممالک رو ساختن، اونها چیزای آسون و خوب رو ساختن برای راحتی ما. این آقا رئیس جمهور یمنه، رئیس جمهور یمن عبدالهادی منصور امروز در مراسم افتتاح کنفرانس رهبران عرب در اردن خوابید. حالا ما نمیخوایم که کسافتکاری اینا رو گردن بگیریم، ولی بهتون میتونم 90% قول بدم که اینا وقتی از خونه و زندگیشون از یمن که حتما اونجا هم چند تا زن داره و حرم سرا میاد اردن، این ملک عبدالله و دستن در کاران باید برای اینها خانمی وسیلهی چیزی چیز کنن. و این پیرمرده اونجا هم شب تا صبح بیدار بوده دیگه، حالا معلومه که میخواد. اینم از این. مرسی آقا که لطف کردی عکس فرستادی. و اما یه ضرب المثلیه، میگه یکی نبود دو شد خونه پر از دیگه. شکل تو شاعرید بگید. خمینی میدونید که یه پسرش که مصطفی بود که میگن مرده، ولی این مذهبی ها میگن شاه کشتش. یه پسرش احمد بود که میگن زیادی خورد مرد، این باز مخالف ها میگن رفسنجانی و خامنه ای و اینا سرش کردن زیاد. ولی یادتون باشه خود خمینی گفت معمما و فامیلاش و اینا حق ندارن در حکومت شرکت کنن. حتی حسن بنی صدر برای که مخالفت میشد اومد اسم احمد خمینی رو داد که بشه نخست وزیر. خمینی گفت من نمیخوام فامیلم در حکومت باشن. اینو داشته باشید. حالا اینجا نگاه کنید ببینید که در نشریه نبض ایران نوشته چی. عکسش هم بهتون نشون بدم، نوشتش هم که شماها انگلیسیتون از من بهتره. نوشته اینجاست، ببخشید سلکت ایریا. بله عکس این حسین خمینی اگه اشتباه نکنم. بعد حسن روحانی، حسن روحانی بازم اینجا نوشته سه تا تو این حسن خمینی، حسن خمینی. حالا نمیدونم این بود اومد اینجا با آقا رضا هم یک کلکلی کرد، دید آقا رضا عرضه ای نداره ول کرد رفت، یا داداشش بوده هرچیه، این نوه خمینیه. نوشته Why another Khomeini Mason shape Iranian politics. میگه چرا یه خمینی دیگری ممکنه این شکل و ترکیب سیاست ایران رو تغییر بده. اینم چیزی که باید سب کنیم و ببینیم. و من امروز اولین باری بود که این ایران نبض رو به اصطلاح اصلا دیدم همچین سایتی وجود داره. اینم یه تبلیغ مجانی برای اینها، باید سب کنیم ببینیم که این چه کار میکنه. تا فرستادم دوستمون سعید نوشت آقا خمینی اولی چه کار کرد، آمد یه مش دروغ گفت و آبروی روحانیت و آبروی ایرانی رو برد، حالا ببینیم این نوش چه کار میکنه. بله این دوست ما که خودش عربی و انگلیسی و چند تا زبان دیگه بلده برای ما یه عکسی فرستاده به این مضمون. اجازه بدید select area، از اینجا بیام تا اینجا اینو بهتون نشون بدم. بله نوشته این یک شهربند، شهربند رو نشتن شهربند، یه شهربند سعودی برنامه ساز تلویزیونی در دور جهان است. بعدم با عربی نوشته، بعد این همون وقی هست، من این قسمتی میتونم بفهمم الوقا حتی هلای نمیدونم نتجاهل جو افلان هرچی نوشته. شرم، شرم آن است که گرسنگی فقرا و درد و ناتوانیشان را نادیده بگیری و برایشان مسجد بزرگ زیبا بسازی تا در آن گرسنگی و فقرشان را به خدا شکایت کنند. آفرین. اگر اشتباه نکنم چون این روزا از بس هر ننه قمری هر چی مینویسه، یا زیرش مینویسه ناپلئون پروپارت بناپارت، یا مینویسه زرتشت، یا مینویسه خشایارشا، یا مینویسه کوروش، دیگه از قول رستم و سهراب هم که قصه بودن مینویسه رستم گفت اینجوری. آقا رستم اصلا وجود نداشته. یه جایی یه چیزی خوندم که آقای صادق هدایت گفته خیلی عجیبه، همه سال اینا مردمان گرسنه رو میبینن و با کمال بیشرمی جلوشون خوراک میخورن،
اون وقت یه ما که اینا به میل خودشون میخوان روزه بگیرن، ما اگر خوراک بخوریم جریمه مون میکنن. دوستان یادتون باشه تو دوره شاه هم شما اگه ماه رمضون فروشگاه ساندویچی باز بود، اصلا باز نمیبستنش، جریمه میکردن. حالا به بعضیا بگیم باورشون نمیشه، فکر کنن آه این شاه سوئیس رفته بود، سوئیسی شده بود. ضرب المثل بازی وقت به شاه الله یا توهین نشه. خر عیسی به کعبه هم که ببریش همون خر برمیگرده. کسی که برگرده از سوئیس بعد بگه هیچ حزبی وجود نداشته باشه، فقط حزب چی اسمش رستاخیز، خب این اصلا سوئیس این کجا بوده؟ رفته توی مدرسه ای، انقدر اونجا وحشی بازی در آورده، دعوا کرده، اینو اون زده، با پرستار خودش خابیده، با این فردوست و یک کسی دیگه همجنس بازی کردنش بیرون از مدرسه. دوست ما همشهری خوبمون رفته الان 2 سال نامه بیاره از این مدرسه، اینم نمیدونم لویزیانا چی بود اسمش، لویز بود چی بود، که شاه اونجا درسش رو تموم کرده. نه عزیزم، شاه رو کردن بیرون و باباش چون از دستش ناراحت بود گفت حالا بیا برو دانشکده افسری تا قدر زندگی رو بفهمی. آقا رضا قلو، دانشکده افسری دیپلم لازم داره، اگه میخوای بچت آدم بشه بفرستش مدرسه نظام تا یک گروبان سه بیاد گوششو بگیره یه تیپا هم بزنه تو ماتحتش تنبلش، اونجوری آدم میشه. ویلا رفت تو دانشکده افسری چی شد؟ شد دروغگو، دزد، زنباز، همجنسباز. بیاین بیاین بیرون از سوراخاتون. نه که من وقتی میگم فرح دیبا، بابا این دوست ما خانم نایر زن خوبیه، میگه که شاه از لحاظ زن شانس نیاورد، میگم خب برای که خودش خوب نبود، حالا زنت گرفتی فوزیه بد بود، رفتی سریا بد بود، رفتی فرح، دیگه چرا ای سوار طلا و سوار نمیدونم نقره و فلان اینها میشی؟ کرم درخت از خود درخت. در صورت این خبرنگاره ممنون، شما فرستادی ما هم خوندیم. بله، با درد این خبر را می نویسم. باز این دوستمون از کجا؟ از همین خلیج و از کشورهای عربی، از همین عربستان سعودی، که حالا تازه رجوی و مریم رجوی و اینها چند مدتی دست به دامن این شیخ و شیخکا شدن. و ببینید که توی عربستان دوستان چی میگذره. با درد این خبر را می نویسم. مردی 35 ساله هنگام نماز ظهر یا نماز ظهر روز جمعه که همه به مسجد می روند به بالکن خانه همسایه‌ای نظر انداخت. در آن یک دختر بچه 20 ماهه به نام جنی در کنار مادر بزرگ نابینایش بازی می کرد. مادر برای خرید بیرون رفته بود. مرد که نامش ابراهیم است به آپارتمان همسایه رفته، بدون توجه مادر بزرگ دختر را بیرون برده و در کنجی به او تجاوز و سپس به خانه خود میبرد و از مادر خود میخواهد که خونهای بچه را پاک کرده و پارچه‌ای به دور نشیمنگاه او ببندد. مادر بچه بازگشته و دنبال کودک خردسال میگردد. همسایه میگوید که او را در بغل ابراهیم دیده که از ساختمان خارج میشده است. در میان آشغال‌ها دختر خونین را می‌یابند. فریاد مادر تمام مردم را جمع می‌کند. پلیس شهرک دکرناس از استان دهقلیه رسیده و ابراهیم را بازداشت می‌کند. او در برابر دادستان جریمه را وصف کرده و به آن اعتراف می‌کند. دختر در بیمارستان تحت معالجه قرار گرفته، لکن بکارت و دستگاه تناسلیش در اثر زخم عمیق کاملا از بین رفته. وضع روانی بچه هم به شدت وخیم است. مردم خشمگین خواهان اعدام فوری این جنایتکار می شود. پلیس او را به شهر دیگری منتقل می کند، اما مردم دست بر نداشته و خانه جانی را می سوزانه. جانی را فکر کنم فقط برای جایی که
جنایتی انجام داده باشن. میدونم که اینم از جنایت و از کشتن بدتر و بالاتره، ولی میخوام معنی کلمات رو یاد بگیرم. اکنون در وسایل ارتباط همگانی مردم خواهان اعدام این جنایتکار هستند. روانشناسان مشغول بررسی حالت این بیمار روانی میباشند که همیشه با مردم درباره سکس صحبت میکرده و دو بار ازدواج کرده و زنانش بعد از دو هفته طلاق گرفتند. حالا به من بفهمان که انسان عقل دارد و قادر به تسلط بر آن است. نه، ما باید منتظر باشیم شما نتیجه این 16 سال تجربه و اینها رو بیای به ما به اصطلاح بگی، چون این همون دوستیه که میگه خیلی ها فقط فکر میکنن قلب هست که به دستور مغز نیست، ولی ما هیچ آلت بدنمون و حتی مغزمون به دستور و به فرمان ما نبوده و نیست. مرسی، ممنونم. بذارید یه پیامی آقای دکتر کاظم افشارها گذاشتن و گفتن که شما بارها در برنامه‌تون گفتید خدمت کاری هست که ما در قبال دریافت مزد و دست مزد و اینها انجام نمیدیم، برای رضای خودمون، برای رضای خدا، برای رضای طبیعت، برای خوشنودی دیگران انجام. گفتم از قول آقای آریانپور یا دیگر دوستان، وظیفه چیزیه که در قبال دستمزد یا یه جنسی اینها من اون وظیفه رو انجام میدم. ایشون میگه درست برعکس، خدمت هست که شما وقتی پول میگیری میشی خدمتکار. و وقتی فکر کردم میبینم واقعا این دوتا کلمه چنان با هم عجین شده و چنان با هم ازش استفاده غلط میکنیم. حتی رفتم توی این فرهنگ لغتنامه و اینا نگاه کردم، چیزی ندیدم. نوشتم تفاوت خدمت با وظیفه چیست، نوشتم خدمت کدام است، وظیفه چیست، هیچی پیدا نشد. و جالب اینه آقای افشارها وقتی که مثال سربازی رو که منم خیلی وقتا میزنم و میگم که این که میگن خدمت وظیفه غلطه یا خدمت یا وظیفه است، وقتی میرید این خدمت و وظیفه رو میزنید، اولین چیزی که میاد همین خدمت سربازیه. آقا مرداد بیا جلو، تو ایران الان سربازا رو تلفنشون نگاه میکنن میفهمن کی برن سربازی. تو دوره شاه مثل گله ما رو میگرفتن، حالا یا دیپلم بودی یا فوق دیپلم بودی یا لیسانس داشتی یا دکترا، میریختن تو ژاندارمری، خودمون با پای خودمون رفته بودیم در رو قفل میزدن. گفتیم آقا ما که جنایتی نکردیم، گشنه بعض وقتا دو روز نگهت میداشتن، بعد سوار اتوبوست میکردن از شیراز میبردنت خرم‌آباد. این اتوبوسا 40 تا جوون جعلق جاهل نادان میرسیدن توی قهوه خونه. اون بدبخت قهوه خونه مجهز نبود برای مثلا 5 تا اتوبوس 40 تا 200 نفر، خوراک نداشت، میریختن چیزاشو میزدن میشکنن و داغون میکردن و میرفتن. الان آخوند روی تلفن به شما میگه کی بیا خدمت کن، کی بیا وظیفت انجام بده. به نظر من این خدمت یا وظیفه، این سربازی اجباری کار بیخودی هست. بله، شما میتونی قهرمان فوتبال آمریکا باشی، وقتی که سپتامبر 11 رو نشون میدن این بدبخت هم جبگیر بشه بلندشه بره داوطلبانه، دیگه داوطلبانه که من نه خدمت نه وظیفه است، بره کشته هم بشه به دست خودیاشون، بعد همین خودیا دروغ بگن به پدر مادرش، بعد پدر مادرش برن دادگاه بفهمن نه آقا عراقی اینو نکشته، افغانی اینو نکشته، خودشون هم دیگه رو کشتن. بهش میگن فرندلی فایر یا فرندلی نمیدونم هرچ. بله، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. آغاز جنگ لفظی لاریجانی و روحانی در سال 96. اصلا اینا دیگه ارزش داره ما بخونیم؟ دوباره سال انتخابات، سال دروغ. همین سعید برای من یه ویدیوی فرستاده بود، یه مردکی که اصلا من رغبت نکردم اسمشم پیدا کنم، آمده میگه که این احمدی نژاد دیوانه که میگه یا نمیدونم رایانه فلان، مگه ما گدا هستیم که 40,000 تومان میدن؟ من میخوام بهتون 200,000 تومان بدم. البته تا امروز معلوم نیست 200,000 تومان، 100,000 تومانش قطعی شده. بعد ضمناً این مسخره میکنه میگه این پولا مال صاحب زمانه، بلافاصله خود احمقش میگه این پولا مال خداست. خب اون که میگه پولا مال صاحب زمانه مردم مسخره میکنه، تو که میگه این پولا مال خداست. ولی چه باید کرد؟
یه دوستی الان اسمش یادم رفته، وقتی که ما راجع به انتخابات این فیلم آخوند رو گذاشتیم روی فیسبوک، قشنگ نوشتم اینا میگن کوتاه مفید مختصر شورت اند سویت، اومده بود نوشته بود این آقای آخوند همچین صحبت میکنه که انگار اینها نمایندگان مردمن، بعدم انگار انتخابات مردم صحیح انجام میشه. آقا از پایش خرابه، از اساسش خرابه. شما این آمریکا دیگه از آمریکا بهتری که نداریم. ببین الان چه جوری به گل فرو رفته، داماد این آقای رئیس جمهور رو دارن فعلا مثل هیرینگ چی میگن، جلسات پیش از مکافات دارن میذارن، میگن آقا اگر یه ایرانی بدبختی یه داروی میفرسه برای فامیلش، شما میگیرین کار و زندگیشو که این قاچاق کرده، حالا دارو بس که چیز نیست، یا نمیذارین، میگین این سانکشن رو تحریم و شکونده. وقتی که خودتون تو این همین تو این یونایتد نیشن تو سازمان ملل هی به همدیگه معامله میکنین، ولی داماد این آقای ترامپ با بانکای روسیه داشته معامله میکرده. چجوریه که شما سانکشن زمان اوباما و زمان چیز و اینا رو زیر پا گذاشتید؟ ولی اینا دروغگوه، میگه میاد اندر اود، یعنی قسم خورده، حالا میاد شهادت بده. میگه آقا مگه بیم به قسم پایبنده؟ چی داری میگی شما؟ چه باید کرد؟ I really don't know. ها اوکی همش سر این چه باید کرده. ترجمه اینو خوندیم، ممنونیم از این دوستمون. بریم سراغ در مصر چه خبره. آها من اشتباه گفتم، مثل که گفتم سعودی، ببخشید. ایشون نوشته که در مصر این اتفاق افتاده که این آقا تو به اصطلاح رفته مسجد، بعدم دختر همسایه‌شون رو دزدیده و تجاوز کرده و اینها. این پیغام شخصیست آقای. بسیار ممنونم آقای افشارها. بنده خدا قبل از اینکه سلام احوال پرسی کنه، سلام که ایشون بزرگتره، قبل از اینکه احوال پرسی کنه اسمشو بگه، میگه پیغام شخصیست. دیدی منم آقا تا شخصیه خاموشش کردم، ولی اون دوستمون از استرالیا لطف کرده، همه رو گفته بعدم میخنده، میگه که باید اول میگفتم حالا میگم. آقا خانم من همه مسیجا و همه پیاما رو گوش نمیدم، به همین دوستمون که این ویدیو رو فرستاده بود من گفتم که گفتم بنویس کدومش برای تلویزیون خوبه کدومش برای اینا، وقتی این گفت تا آخر حتما ببینید، یه دفعه گفتم نکنه ایشون چون نوشته تا آخر حتما ببینید یه چیز زننده ای باشه برای تلویزیون خوب نباشه، اون وقت نگاه کردم، ولی الان نگاه نمیکنم، برنامه ها رو سعی میکنم منم مثل شما تازه باشم. درست عین مولانا نصرالدین تابستون بود و همه پشت بام خوابیده بودن، اینا صدای آمد، مردم ریختن تو کوچه، دیدن ملا رو زمین افتاده، اومدن گفتن ملا چی شده؟ گفت والله خبر ندارم، منم الان رسیدم، قلط خورده بود از بالای پشت بام افتاده بود پایین، منم میخوام مثل شما الان رسیده باشم. بذار ببینیم این چی میگه. سلام کاکو جان، چطوری عزیزم؟ سال نو مبارک. آهان خیلی ممنون دوست خوبمون، بله حتما امیدوارم که شما رو ببینم، سال نو شما هم مبارک باشه، و متاسفانه سال خوبی نبود چون یکی از دوستان خوبمون رو در سن جوانی از دست دادیم، ولی واقعا این مسئله فوت از دنیا رفتن اینها رو آدم چجوری میتونه برای خودش، اول برای خودش تجزیه و تحلیل کنه، بعد به دوستی، به مادر، مخصوصا مادر، به مادری که جوانش رو از دست داده چی باید بگیم؟ باید بگیم غمتون رو میفهمیم، باید بگیم تسلیت میگیم، غم آخرتون باشه، یا بگیم در غمتون ما رو شریک بدونید، یا براتون صبر واقعا آرزو میکنیم، چون باید صبر داشته باشه. درصد ممنون و متشکرم از این دوستمون که لطف کرده و پیام گذاشته. ببین مثلا ایشون پیام که گذاشته، مثلا نمیدونم از کجا، حالا اومده رو گوگل وایس، از گوگل وایس اومده تو فیسبوک من. دیدید شما تو فیسبوک یه چیزی می‌نویسید، برمیگردید میرید تو تلگرام می‌بینید، اون داداشم بود پریشب، یه پنجشنبه شب هفته پیش یه چیزی از من خواست، گفتم من تلگرام تلفنم ندارم، توی کامپیوتر دارم،
برسم خونه برات میفرستم. اون گفت که منم تلگرام توی کامپیوترم ندارم، توی تلفن دارم، برام بفرست. گفتم خب پس شما یه چی بفرست که من بگیرمت اول. باورتون میشه من داداشمو ندارم روی فیسبوک و این چیزا. بعد وقتی فرستاد بهش زنگ زدم با تلفن گفتم این چیه، این اومده تو گوگل نوشته های. گفت آقا من اصلا با گوگل نفرستادم، من با ایمیل نفرستادم، من با تلگرام برات فرستادم، از تلگرام خودم به تلگرام شو. دوستان ببینید این پروگرام ها چجوری اون کلمه وب رو هر کسی استفاده کرده واقعا خوب استفاده کرد. وب یعنی این تار، World Wide Web یعنی یه تار مثل تار عنکبوت که تمام دنیا رو پوشونده و ما توی این تار گیر افتادیم، از دست این عنکبوت به دست اون عنکبوت، از دست گوگل به یاهو، به بینگ، به نمیدونم فایرفاکس. فایرفاکس کوفتی آمده میگه آقا میخوای آپدیت کنی؟ میگیم خب حالا که زوره یا خدا. آپدیت کرده بعد ویندو مدیا پلاگین کار نمیکنه. رفتم خوندم میگه ما نوشته بودیم از مارچ دیگه ما اینو سپورت نمیکنیم. میگم میشه برگردم با اون قدیمی؟ میگه نه نمیشه. سعید جان اگر فایرفاکس 50-51 اینا رو داری، چون من 52ش الان دارم، اگه داری اونو برای ما بفرست. فایلایی هم که اینجوری نمیذارن با ایمیل بفرستی، یا با فایل تو سند بفرست یا با اسکایپ، تا ما بلکه اونو بذاریم اینو برداریم برگردیم به روز اولمون. مرحمت فرموده ما را مس کنیم، از طلا بودن خسته شدیم. خدمت وظیفه عمومی، اون چی که من و آقای آریانپور، آقای افشارا میخواستیم توضیح بدیم اینه که اگر یه ارتشی حقوق گرفته، بهش هم روز اول گفتن آقا شما 30 سال میای دیپلومی میری، 2 سال نمیدونم دانشکده برمیگردی میشی ستوان 2، 4 سال که گذشت میشی ستوان 1، 2 سال که گذشت میشی سروان، الان که این فیلمای ایرانی که نشون میدی انگار ستاره، ببخشید انگار که گنجش فضله انداخته، 1، 2، 3، 4 همینجوری رو دوششونه. آقای آریانپور سعیش این بود که آقا این حقوق گرفته کارش انجام داد. حالا اگه شما میخوای بگی خدمت، حقوق گرفته خدمتکار مردم بوده. اگه من میخوام بگم وظیفه، حقوق گرفته وظیفهش انجام داده. ولی همین ارتشی از پادگان که میاد بیرون، اگر دید یه بچه‌ای در خونه‌شون باز بوده داره میره تو خیابون، دوید رفت خودش رو به خطر انداخت، این بچه رو ورداشت، ما میگفتیم این داره خدمت میکنه به جامعه، به بشریت، به خودش. حالا شما هر چی میخوای بگو، چی بگی؟ اگه این خدمته اون وظیفه‌شه؟ نمیدونم، یکم گیج شدم. میدونید ما هنوز تفاوت واقعیت با حقیقت رو هم نمیدونیم. و تشکر میکنم از فرزاد شبستری، این رو قشنگ توضیح داد و مثال یه چهارراهی رو زد که یه طرف سبز، یه طرف قرمز، دو تا ماشین میان میخورن به هم دیگه، هر دوشون میگن ما تو سبز اومدیم. واقعیت اینه که تصادف شده، واقعیت اینه که یکی از اینا تو قرمز اومده. حالا حقیقت اینه که اینی که اینجا رانندگی میکنه میگه من تو سبز اومدم، این حقیقت از دید خودش داره میگه. بعضی وقتا میگیم دروغ میگن، بیچاره داره حقیقت میگه، یعنی باورش این بوده که این سبز باید بره، یعنی هنوز زرد کمرنگ باید بره، در صورت میگه کنار خیابونم یه نفر وایساده شاهد، اون یکی میگه این تو سبز اومد، اون یکی میگه تو قرمز بوده. یعنی واقعیت اون چیزیه که اتفاق افتاده، حقیقت چیزیه که مردم از اون واقعیت تعریف میکنن و حقیقتها با هم فرق میکنه. حقیقت طرف سلطنت طلب که تو شمیران زندگی کرده و تابستون میرفته نمیدونم فرانسه یا میرفته سوئیس، زمستون میومده آلمان یه مش لباس کهنه میخریده میومده تو ایران چوسی میومده، این حقیقتی که تعریف میکنه اون با حقیقت من فرق میکنه. براتون گفتم ما حالا خوشبختانه یا بدبختانه، من داداش بزرگم داداش بزرگترم 2 سال با هم اختلاف داریم. توی زمانی داداش بزرگ ما داشت کلاس 12 میخوند، داداش کوچیکتر متوسط ما کلاس 10 میخوند، منم کلاس 8. آقای مهدیار امیدوارم زنده باشه، شاپور مهدیار، آقای مصباحی، اینا ناظم و مدیر مدرسه بودن. مادر ما گریه میکرد میگه بابا جون من ندارم 3 تا شهریه بدم. طرف زنگ میزنه من میگه آقا دروغ به این بزرگی، ما دوره شاه شهریه نداشتیم. میگم احمد شهریه داشتیم،
اگه نداشتیم من از کجا کلمه شهریه رو یاد گرفتم؟ من که مدرسه ملی و خصوصی نرفتم که. میگم حقیقت و واقعیت رو بلد نیستیم، شما میگی ما خدمت و وظیفه رو بلد نیستیم، ما ملی و دولتی رو بلد نیستیم. مدرسه خصوصی رو میگفتیم ملی، مدرسه ملی رو میگفتیم دولتی. آقای مدرسه مال ملت، دولت اینجا چه غلطی میکنه؟ دولت از جیب باباش پول آورده، این مدرسه ملیه. ولی اشتباه، اندر اشتباه، اندر اشتباه. همینجور میگیم دانش آموز، دانشجو. به نظر من همه اینا استیودنت یا دانشجو بودن، از روز اول دنبال دانش بودن تا آخر. دانش آموز یعنی چی؟ یعنی یک دانشی اون داره به من آموزش میده. درست میگم؟ غلط میگم؟ چون تو هنرستان به دبیرا میگفتن هنر آموز، به دانشجو یا بچه مدرسه میگفتن هنرجو. اون درست بود. این اومده دنبال علم و صنعت و هنر، کار و کاسبی، اینم هنر رو بلده و این یاد میده. حالا هنر ممکن سینکشی برق باشه، تعمیر ماشین باشه، ساختن ساختمون باشه، نجاری باشه، الی آخر. خانه از پای بس ویران است. برای که یه مش احمق گیر کردن که حالا ما بگیم درود فرود یا بگیم درود خروج، یا وقتی خداحافظی میکنیم بگیم درودتون رو به دمدونم برادرتون برسونیم، نمیریم اینا رو بیاریم اف درست کنیم. یه دفعه هم رضا شاه اومده گفته که نمیدونم کلمات عربی استفاده نکنیم، یه نامه نوشته، یه نفر میخواسته بنویسه از رئیس اداره ترابری، گفته بوده نمیدونم از سیخکی بروبیا ترابری ترانسپورتیشن هست. اینا مسخره، درست شوخی شده، مسخره شده، ولی وجود داره. آقا تو چه سوادی داری؟ تو که سواد نداری یه دم میای میگی کلمات عربی رو استفاده نکنید. برو چهار تا آدم با سواد بیار تا بهت بگه آقا اگه کلمات عربی رو قطع کنی، اگه کلمات فرانسوی رو قطع کنی، اگه کلمات روسی رو قطع کنی، زبانت میشه هوخشتره الاخقتره و من دعا میکنم دروغ نگویند. چون دروغ هممون بلد بودیم. حالا زبان باید باز باشه هر جای. الان کامپیوتر این احمقا اومدن میگن رایانه. نه ببخشید، را چه میدونم اصلا گیمی آه کامپیوتر کامپیوتره، این ها ساختت اسمشان گذاشته کامپیوتر، اون یکی نمیدونم گذاشته گفته جی پی اس. حالا تو میاد جی پی اس میگی چی؟ راه من نشان بده؟ یا میگی گوسپیچ سیستم گلوبال پوزیشن نمیدونم چی بگم کجاش دست بذارم. این ما شدیم اون مرده بودا گفت آقای دکتر هر جای بدنم دست میذارم درد میکنه. دکتر گفت اینجا درد میکنه؟ گفت الان نه. گفت اینجا درد میکنه؟ گفت نه. گفت دست بده من دست گره. گفت اینجا درد میکنه؟ گفت آی. گفت پدر سوخته انگشتت چکسته. ما هم همینه، نمیدونیم دردمون کجا مونه ولی میدونیم همه جامون درد میکنه. دوستان بیاین تو رو خدای سیاست و اینا رو بذاریم کنار، یه مش برنامه خنددار، جوک، شوخی. اگه برنامه خنددار بود من الان براتون توش اینو پخش میکردم که مرده از درد و قصه زندگیش یه دفعه چی میگه. بذاریم بگم براتون، پخش کنم، بذاریم اینا تا کجاشو گفتم براتون. مثلا این دوباره صفحه چرخید، باورتون میشه من برمیگردم میام این 90 درجه میچرخه، مثل که اون ساچمه یا اون نیروی گراویتی هرچی توی آیفون گذاشتن یادش میره. روی فیسبوک هست برید نگاه کن. خب ببینیم چی میگه چرخ بار. بله شما خیلی چی میدونی ها. این دوستمون فری رزجوی، شما چون روی فیسبوک می‌نویسید دوستان میدونن، دیگرانم ببینن من میگم، ولی اگه کسی برای ایمیل بفرسه یا تو قسمت مسیج بفرسه نخواد اسمش رو نمیگم. ولی آفرین به شما. ترس از چی داری مثلا که حالا تو ایران به چرخبار، به هلیکوپتر میگن چرخبار؟ آخه این چقدر نمیدونم به این چیه که هواپیمای بدون سرنشین میگن پهبال. از بس اونو اینو گفتن قاطی کردیم. ولی دیگه دوره چی بهش میگن اینجا دیگه. الان عروسی میخوای بری، طرف میگه از اینا با اینا میای فیلم بگیری، یه پولی هم برای اون بهت میدن. دارن اینجوری. حالا ایران نشسته چیکار کنیم ما؟ اینو بگیم پهبال؟
آخه احمق، تو ساختی که بخوای اسم بذاری. تو اگر اسم تو اول ساخته بودی اسم میذاشتی پهبال، همین آمریکاییه میمد مینوش پهبال، هلیکوپتر چرخبال، کلاس دهم بودم فکر کنم. آقای افلاطونی معلم انگلیسیمون بود تو هنرستان، یادش بخیر، این آقای اکبر نوبختیان چون خودش آلمان رفته بود به ما اجازه میداد که یا آلمانی بخونیم یا انگلیسی. در هر صورت ما اون موقع یه فامیل داشتیم تو شرکت، نه میگو اگه خاصی بعد از دیپلم بیا استخدام شرکت نفت برو آلمان. بعدا فهمیدیم ایشون ساواکی بوده و بعد از انقلاب هم یه سری میخواستن خونش رو آتیش بزنن، بعدم یه سری میخواستن اینا بگیرنش بمانه، اونم فکر کنم دیگه فوت شده رفت. یه کتاب زبانی بود این آقای افلاطونی می آورد به ما درس میداد. تو این کتاب زبان یه آقای تصمیم گرفته بود از امروز به لیوان بگه قاشق، به خودکار بگه کاغذ. بعد میگه من قاشق و کاغذ گذاشتم پهلو هم. خب آقا این نمیفهمه، شما باید اون چیزی رو که این میدونه بگی، لیوان رو آوردم بالا نوشیدم با خودکارم زدم تو سر خودم، همه میفهمه. پس ما دنبال یه چیزی باید بگردیم، نقطه مشترکی که همدیگر بفهمید. آقای آرمن ساگینیان میگه در فرطور پس این پیشین نوشتم نمیدونم یه چی دیگه، اصلا نمیتونی بخونیش. این بدبخت ها خودشون کردن مثل بچه های کلاس پنجم. این روزا یه پسر کوچولوی تو این فیلم لیسانسه ها بود، ببینید اصلا نابغه است. یا اون پسر نابینایی که کار کرده بود توی فیلمی نمیدونم بادبادک های رنگی بود، چه فیلم های قشنگی اون موقع میساختن و حالا چه فیلم های افتضایی میسازن. بمانه این میگم کلاس پنجم، به کلاس پنجمی ها توهین نشه. اتفاقا تو این فیلم سریال لیسانس ها یه حرفی که میزنه فوری میگه حالا به وزارت اطلاعات توهین نشه، حالا به آقایون محترم توهین نشه، بعد برای که بگه همه ما زیر شنود هستیم، تا یه چیزی میگن از اون وزارت مربوطه زنگ میزنن میگه بهتون گفتم اینا خیلی قشنگ تماس میگیرن و اینها. منظورش اینه که همه زیر شنود هستیم، همه زیر کنترل هستیم. اینم میزنیم برای یه وقتی که فهممون رفت بالاتر و اینها، بعدا نشون میدیم که بتونید تو برنامه‌مون هم بگید. دوستان ساعت 3:46 است و من هنوز اون ایمیلی رو که میخواستم چرا کسی راجع به فلان، آها اینه، چرا در مورد بازگشت کیانوش سنجری، گفتم کوروش کیانوش، آخه یکی دیدم داریم کوروش صحتی، چرا در مورد بازگشت کیانوش سنجری کسی حرف نمیزنن؟ چی باید بگیم؟ آقا فکر کرده از ایران که میان اینجا میشه دودول طلا، همه دخترای آمریکایی منتظرشن که ایشون بیاد استان ببینه. آمده دیده نه آقا، حتی تو وایس اف آمریکا هم بهش تجاوز میکنن، برگشته ایران. من چه چیزی باید بگم؟ حالا یا وظیفه من یا خدمت من اینه که چیزی بگم، چی باید بگم درباره آقای کیانوش سنجری؟ بلند شده رفته ایران، کار به کارش نداشتم. بلند شده رفته تو خیابون و دختربازی و هی با دوستاش عکس گرفتن و اینها. یه دفعه این دفتر حفاظت ایران، من یه برنامه گذاشتم 2 ساعت، به مردم گفتم هر کسی شکایتی داره، گله‌ای داره بیاد بگه، هر کسی هم تعریفی داره بیاد بگه. آمدند و گفتند و اینها. یه نفر از دفتر زنگ زد، آقا این آقایی که گفتن اینجوری، اون آقا که من رفتم پاسپورتشو دادم و اینها، من بودم و چون پدر خودم فوت کرده بود، وقتی این گفت من پدرم فوت شده چشم دیدن شما رو ندارم ولی الان احتیاج دارم، بهش گفتم عزیزم من، ما لازم نیست با هم ازدواج کنیم، چشم دیدن همدیگر داشته باشیم. شما این کاغذ رو میخوای، این کاغذ امروز دست منه و والا منم هزار تا مشکل از این دولت دارم ولی امروز اینجا کارمندم، دارم کار میکنم. گفت براش بردم فرودگاه و اینها بماند، داد بهش و اونم رفت ایران و آمد. به این گفتم که آقا شما مثلا این آقای فلانی که میخواد بره ایران، رقاصه کیه؟ خردادیان. خب چرا بهش نمیگید میگیرنش تو ایران؟ گفت والا بلا تو ایران اینو نگرفتن، این رفته 2-3 برنامه اجرا کرده. خب خردادیان هم مثل این دوستان LGBT یه جورایی LGBT اینا قاطی شده، اون دیگه 4 مواده.
گفت رفتن بهش گفتن آقا این کارایی که تو میکنی میری این جلسات و اینجوری اینها این نباید بری. خواهرش هم رفته ضمانت داده که این کار نکنه. آخر کار بلند شده رفته یه بچه ای نمیدونم 12 ساله 14 ساله 16 ساله رفته دنبال اون، دنبال یه پسری، بابای اون اومده. بعد به من گفت آقای سوربی بیشتر اینایی که تو ایران گیر میفتن فامیلاشون، دوستانشون، کسایی که باهاشون اختلاف دارن، کسایی که حسودیشون میشه، تعریفایی که این طرف میکنه. گفت مثلا شما از اینجا میری ایران، اونجا پوز میدی آقا شما ها یه مش نادون هستید اینجا کار میکنید، کارمل خره، ما تو آمریکا نمیدونم یک استاک میخریم و میفروشیم یه روزه میلیونر میشیم. طرف میگه بس پدرت در بیارم. زنگ میزنه به شهربانی شیراز، زنگ میزنه به سپاه پاسداران، زنگ میزنه به بسیج، میگه آقا این سوربیه نمیدونم ضد انقلاب الان اینجاست، وقتی میخوای بری یقت میگیره. مگه آقای صبری حسنپور نرفت ایران؟ گذاشتن شیراز و گشت، اصفهان و گشت، اهواز و گشت، همچی که خواست بیاد بیرون ترتیبشو دادن. آقا این آقای کیانوش سنجری لطف کرده به من و شمای خارجی، بلند شده از ایران اومده خارج، چه کارهایی که کرد، چه فداکاریهایی که کرد، چه خدماتی، چه وظیفه‌ای که انجام داد، حالا بلند شده رفته ایران، من چی باید بگم؟ بگید تا من اونو بگم. آقای عزیزانم برداشته نوشته آقا این اینجوری بوده اونجوری بوده، از همون اولی هم که آمده یادمه وقتی من با عزیزان مصاحبه کردم همین آقای کیانوش سنجری، اون یکی آقای باطبی و اون یکی کوروش صحتی اسمش میمن، اینا تو کانون اومدن سراغ من آقای سوربی این عزیزان مأمور دولته. میگم بابا این دو سال تو ترکیه دربدری کشیده، مأمور دولت اینجوری میاد؟ مأمور دولت مثل فخرآور میاد، میره تو هتل، تو هتل آقای ریچارد پر میارتش. مأمور دولت مثل آقای باطبی میاد، میره از طریق کردا رو الاغ هم فیلم برداری میکنن، دوربین فیلم برداری دارن، بعدم تو زندان با مأمور وزارت اطلاعات صحبت میکنن، بعدم خودشون از ترس این که این نواره لونره خودشون اونو میدن بیرون، درست این ترامپ. فعلا شما هی بشینید تو برنامه ها بگید سوربی مأمور دولته، عزیزان مأمور دولت و مأمور دولت. بله سوربی مأمور دولت، اتفاقا میخوام سیزده بده برم توی دو تا برنامه و از مردم سوال کنم شما چرا سیزده بده میای بیرون، این حاجی فیروز سیاه میکنید، چرا سیاه میکنید؟ بعدم بگم حالا اگر خامنه ای داشته باشه این نوار گوش بده، صحبت شما با خامنه ای با روحانی چیه؟ و اینم پول زیادی که این جمهوری اسلامی به ما داده. همین مرداد گفت آقا نون توی حمله به مجاهدینه. گفتم والا من احتیاج به نون ندارم، با این مای 100,000 دلاری که این آخوندا میدن اصلا دیگه احتیاجی ندارم. بعد خودش خندی، گفتم نگاه کن حرفی رو که مجاهدین میزنن من دارم به تو میزنم خند، میگن مرغ پخته هم میخنده، تو داری میخندی. ببینید چقدر خودتون مسخره میگین که حالا من همونی که بهتون میگم ولی بشینید این کار رو انجام بدید. کمک به آخونداست. هر سه نفری که یه جایی نشستیم من بگم اون دوتا مأموره، تا من رفتم بیرون اون دوتا بگن سوربی مأموره، سومی که رفت دستشویی ما دوتا بگیم، بسیار عالی، هممون مأمور جمهوری اسلامی هستیم بدون حقوق. و جالب اینه چه چیزی من میخوام ریپورت کنم؟ امروز الو وزارت اطلاعات، امروز رفتم سیزده بدر، رفتم پارک اینجا، چهار تا خانم اومده بودن، یکیشون بابا کرم میرخصید، واک چه رخصی، یکی دیگه اصلا بلد نبود ولی چقدر پررو بود. این گزارش مأمورای جمهوری اسلامی به اونها، چه کردید که ما گزارش بدیم؟ الو وزارت اطلاعات، یک خبر فوری، امروز آقای جعفرزاده اومد جلو سازمان، جلو کپتال، به این التماس به اون التماس، بعدم رفت تو خیابون اونوری رفت جلو کباب. وقتی هم مینیستی بابا فرع دیبا ملکه مردمی نبود، اون احمق میاد میگه که این آقا مجری فکر میکنه چه برنامه خوبی اجرا کرد. احمق، من برنامه اجرا کردم که 2 ساعت تو رو میخکوب کردم، نشستی با وجودی که مخالفت هستم گوش دادی. دوستی که از استرالیا زنگ زد، دوستای دیگه که از این ور اون ور زنگ میزنن پیام میزنن، ایدی تلویزیون مردم فراموش نشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز چهارشنبه بود و جمعه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک با
دوستان از کانون آوا هستیم، چه به صورت برنامه زنده مصاحبه ها و چه به صورت ویدیوهایی که اونها پر میکنن. دوستان شما مجاهد باش، کمونیست باش، خداپرست باش، بی خدا باش، خدمتکار باش، موظف باش، میتونی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشی. آقا مرداد اینو یاد مجاهدین بده، بگو آقای مجاهد هفته‌ای که 24 ساعت شما برنامه داری، ما نمیگیم روزی یک ساعت که بشه یک 24م، هفت ضرب در 24 اون پایین بنویس، اون بالا یک ساعت بدید یه نفر دیگه بیاد ایراداتونو بهتون بگه، اون وقت برید ببینید درست میگه سوربی یا غلط میگه. اگه تونستید همچین روشی رو باز کنید امروز که مسئول نیستید، اون وقت مردم میگن ببین آقا این اگه رفت ایران هم همین کار میکنه. ضمن این که خمینی کار شما رو چنان خراب کرده که دیگه مردم به خودشون هم اطمینان ندارن، چون خمینی که آخوند بود و مذهبی بود و کره ماه رفته بود و فلان، چنان دروغهایی گفت که مردم میگن آقا اینم مثل خمینیه، میگه آب مجانی بر مجانی، نگران نباشید خونه هاتون و فلان اینها، من آیندتون و آخرتتون میسازم و آیندمون که آخرتمون که نساخ همین زندگی معمولیمون هم اینجوری به درد سر انداخت. روز روزگارتون خوش و تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید به دو دلیل بزرگ. اگر شما با من موافقید و دارم حرفای شما رو میزنم، به این وسیله بذارید دوستانتونم بفهمن که بابا شما تنها نیستی و یه سوربی دیگه هم مثل شما فکر میکنه. یا اگر مخالف هستید با من بهشون نشون بدید، اونام بگن آره بابا تو درست میگی این دیوانه است. یا اگر خیلی شهامت و شجاعت پیدا کردید این گوی و این میدان، نمیخوام بگم گر تو بهتر میزنی بستان بزن، چون اون ضرور مثل بدیه، بدونی که ما بدونیم ریشه هاشون چیه همه رو استفاده میکنیم. مرسی که با ما بودید، با ما باشید که هیچ جایی بهتر از اینجا پیدا نمیشه. اگه پیدا شد به من خبر بدین، اینجا رو میبندیم با هم میریم اونجا میشینیم تماشا میکنیم. مرسی.